سلام 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 یه سلام بدین من ببینم کی هست تو کلاس. سلام فرنوش، محمد حسن، ایلیا، حمید رضا، فرناز. سلام 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 سلام. خسته نباشید بچه‌ها، روزتون بخیر. خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم. صدا ضعیف نیست، فکر کنم اوکیه، مشکلی نداره. سلام بچه‌ها، من محمد محمدپور هستم، کارشناسی ارشد از شریف، برای درس هندسه گسسته در خدمتتون هستم. من مدرس دبیرستان فرزانگان سه تهران هستم، دبیرستان کوشش خیابان گاندی، نمونه دولتی عاشورا، نمونه دولتی کوی نژاد، آموزشگاه اندیشه اهواز، آنلاین کلاس ما، آموزشگاه نخبگان و الی آخر. مؤلف کتاب هندسه تحلیلی انتشارات اندیشه فائق، پنج استاد برتر اندیشه فائق، جنبندی تست قرمز، معادلات دیفرانسیل کنکور کارشناسی ارشد انتشارات ماهان و الی آخر، و دیویدی های گاج، دیویدی های رهپویان که الان در حال ضبط هستیم، و دیویدی های پرواز کنکوری ها. خب امسال قراره بچه ها درس هندسه گسسته رو با هم دیگه پیش بریم. حتما امسال هندسه گسسته رو میترکونیم با هم. یه کوچولو در مورد درسمون و فضای کلاسمون و این چیزا با هم دیگه صحبت بکنیم. بعد انشالله امروز میخوایم درس رو شروع کنیم. یه ذره با هم دیگه آشنا بشیم. شما ببینی من چی کارم، من ببینم شما چقدر انرژی داری. انشالله تا آخر سال با هم دیگه پیش میریم. بچه ها توی نظام جدید، یعنی از سال 98 به بعد، هندسه گسسته خیلی مهم شده. اینو برای اونایی که میگم که یه ذره شاید شما که اومدی کلاس، برای اونایی میگم که دوستاتون بهشون بگید که چقدر مهمه. توی نظام جدید هندسه گسسته خیلی درس استراتژیکیه. یعنی بچه‌ها ما 55 تا سوال ریاضی داریم. از این 55 تا سوال ریاضی تو نظام جدید از 36 تا تا 38 تا سوال هندسه و گسسته داریم. یعنی کلا از اون 55 تا 17 18 تاش دیفرانسیل و ریاضی پای است، 37 8 تاش هندسه و گسسته است. اگه یه درصد بگیری تقریبا از 66 درصد تا 69 درصد و خورده ای از سوالای ریاضیتون هندسه گسسته است. یعنی اگه قرار شما سراسری تهران قبول بشی، رقابت کنی، شریف قبول بشی، امیرکبیر قبول بشی، مهندسی خوب قبول بشی، دانشگاه خوب قبول بشی، هندسه گسسته نزنی کلا قبول نمیشی. بحث سر اینه. و هندسه گسسته بچه‌ها ضریب 12 داره. حواست باشه. من فکر میکنم عمومی‌ها رو با هم ذرایه و اگه جمع کنی ادبیات و عربی و زبان و دین و زندگی، فکر میکنم مجموع ضرایبش میشه 11، ولی ما تو هندسه گسسته که ریاضیه ضریب 12 داره. ارزش این درس خیلی مهمه و مهمترین درس بچهای ریاضیه. یعنی همونطوری که بچهای تجربی زیست براشون خیلی مهمه برای قبولیشون، هندسه گسسته برای بچهای ریاضی خیلی مهمه، حتی از اون هم تاثیرگذاریش بیشتره توی قبولی کنکورتون. یعنی من فکر میکنم زیست، اون چیزی که با همکارای مشاور صحبت کردیم، برای قبولی برای بچهای تجربی 23 درصد تأثیر داشته باشه. هندسه و گسسته برای قبولی شما به تنهایی، با بقیه درس کاری نداریم، 33 درصد تأثیر گذاره تو قبولی شما. یعنی یه وزنه خیلی زیاد داره. حالا خیلی از بچه‌ها هندسه گسسته میترسن، میگن آقا هندسه 10 و 11 بلد نیستیم، خیلی سخت بوده، اینو بلد نیستیم، اونو بلد نیستیم، یا معلم 10 و 11 اون گفته سخته. بالاخره به هر دلیلی خیلی از بچه ها هندسه گسسته براشون سخته، طرز فکر منفی دارن، خیلی از بچه ها فکر میکنن نمیشه خون، خیلی از بچه ها هم حذف کردن متاسفانه. ولی اینو بهت بگم، توی 37-8 سوال هندسه گسسته‌ای که ما داریم 12 تا 13 تا 11 تا سوال ساده داریم. حالا امروز با هم میریم میبینی که مثلا سوال ساده که میگم چجوری میگم، در حد 20 ثانیه حل میکنی. کلا توی هندسه گسسته شاید 5 6 تا سوال سخت داشته باشیم. یعنی از 38 تا 5 تا رو بذار کنار، 33 تا. این 33 تا اصلا بگو 30 تا. 30 تا سوال متوسط و ساده برات میمونه. یعنی بچهای خوب، اونایی که واقعا درس میخونن هندسه گسسته، حداقل از هندسه گسسته 20 تا رو میزنن. اینو دارم میگم حداقل، لو کم کم تو بدترین شرایط شما 0 تا 100 تو بده به من، تمرکز 6 تا سر کلاس با من باشه، با من بیا سر کلاس اشکالتو بپرس و الی آخر تا آخر سال با من بیا، قطعا مطمئن باشون 20 تا رو حداقل میزنی. ما امسال تو بچهای فرزانگان 3 دو نفر رو داشتیم که با این که هندسه گسسته امسال کنکور 1400 فاجعه بود دیگه، بیشتر انتقام بود تا امتحان، 4 تا سوال غلط داشت تو هندسه گسسته و
سه تا سوال داشت که خارج از کتاب بود، یعنی 7 تا سوال غلط داشت. ما بچه‌ای داشتیم که از همون 30 تایی که مونده بود 22 سه تاشو زد، با توجه به اینکه کنکور اصلا کنکور غلطی بود. از پایه شروع می‌کنیم، محمد هادی میگه از پایه شروع می‌کنیم. ما جلسه اول برای اینکه یه ذره اصلا ببینیم فضای کلاس چیه، شما چی کاره، شما ببینی من چی کارم، از پایه شروع میکنیم، یعنی از آمار و احتمال مبحث مجموعه ها رو شروع میکنیم. ولی انشالله یکی دو هفته که با هم دیگه بریم جلو وارد دوازدهم میشیم. دوازدهم رو شروع میکنیم، اونم دلیل داره. دوازدهم رو میگیم به چند دلیل: یک، اینکه باید به مدرسه برسی. دو، اینکه امتحانا نهاییه. سوم، اینکه به آزمون قلمچی گزینه دو سنجش، هر آزمونی که میدی دوازدهمو باید برسونیم حتما. ما میگیم آقا حالا بالاخره دهم یازدهم، شما اسم مجموعه رو یه بار شنیدی دیگه، حداقل یه اپسیلونی شاید یه چیزی بلد باشی، ولی دوازدهم چون مبحث خیلی زیاده، خیلی هم طولانیه، ما از دوازدهم شروع میکنیم، دوازدهمو تموم میکنیم، بعد میریم سراغ دهم و یازدهم. حواست باشه، ما هندسه دهم میگیم، هندسه یازدهم میگیم، آمار و احتمال رو میگیم، هندسه دوازدهم میگیم و ریاضی گسسته رو میگیم. 5 تا کتابت با منه. بله، آمار و احتمال ابوالفضلیان داداش با ماه. بله، با ما داریم، یعنی 5 تا کتابو با هم داریم. اصلا نگران نباش. اولا اگر چیزی رو هم بلدی، من از صفر مطلق شروع میکنم، یعنی فرضم اینه که هیچی بلد نیست. این نکته اول. نکته دوم این که آقا هیچ فصلی به فصل دیگه ربط نداره، یعنی اگه هندسه 10 و 11 ضعیفه به هندسه 12 ارتباطی نداره، پس نگران این نباش آقا اونو بلد نیستم اینو درگیرم. اگر جای پیش نیاز داشته باشه خودم میگم قبلش درس میدم بعد میرم سراغ ادامه. مثلا وقتی من میخوام گراف رو درس بدم تو گسسته، قبلش میرم آنالیز ترکیبی ریاضی 10 رو درس میدم بعدن میرم. پس نگران این نباش. نمیشه اول دهم و یازدهم بگید بعد دوازدهم، فکر میکنم اینجوری بهتر باشه. دخترم گفتم دلیلش چیه. اگه بخوایم دهم و یازدهم اول بگیم، دیگه به هیچ آزمون قلمچی و گزینه دو و سنجش و اینا توی سال، تو طول سال نمیرسیده. ما سعی میکنیم با هم دیگه جلو بریم. حالا کلاسمون انشالله از هفته آینده 4 ساعت است، یعنی تایمشو زیاد کردیم 3 ساعته و ما 4 ساعتش کردیم که برسیم با هم بیشتر کار کنیم. آره، کلاسای اصلی 4 ساعت است. امروز استثنائاً چون جلسه بیشتر آشنایی با همه، شاید فکر میکنم تا ساعت 3:30 باشیم، 3:30 یه رو به 4، ولی از هفته آینده 4 ساعته با هم پیش میریم. 12 رو میگیم فعلا که الان تو 11 میگی، یعنی اینو میبینید دیگه، اینو میبینید. بعد انشالله هر جایی نیاز باشه میریم سراغ پایه ها. اصلا نگران این که نرسیم اینجوری بشه اونجوری بشه و اینا نباش. فقط 0 تا 100 تو بسپار دست من، چرت نزن وقتی نشستی پای سیستم داری منو الان نگاه میکنی. انرژی داشته باش، هرچی تو حالت بهتر باشه منم حالم بهتره. انگار کلاس حضوریه، حالا ایشالله با هم میریم میبینیم ماجرا چیه. تستارم فعلا کتابی نمیخواد بگیریم، تستا رو من خودم و مجموعه هماهنگ میکنم، تستا رو بهتون میرسونیم، تستا رو من خودم بهتون میدم، فعلا هیچ کتابی هم نیاز نداریم. این روال چیزیه که ما میخواستیم در موردش صحبت کنیم. جزوه‌ام تو پنلتون فکر میکنم الان قرار داده شده. بله، اوکی، آره اوکی. بچه‌ها الان هست تو اسکایروم، میتونید دانلود کنید. بغل اون علامت دست یه علامت پلی فکر میکنم، اونو بزنید میتونید جزوه رو دانلود کنید. الان توی این جزوه که امروز میخوایم کار کنیم با هم دیگه هستش. استاد تا چه موقع از سال کلاس هست؟ اول فصل تا وقتی کارمون تموم بشه، تقریبا تا آخر یا وسط های اردیبهشت در خدمتت هست، اواسط اردیبهشت یا آخر اردیبهشت، چون هندسه گسسته طولانی ترین درس امسالتونه، به خاطر همین انقدر تعداد تستش هم زیاده دیگه. جزوه کلی هم میدیم بهتون. بله سامانه جان، جزوه کلی هم دخترم میدیم. امروز چون جلسه معارفه بود ممکنه یه سری از بچه‌ها هنوز ثبت نام نکردن، جزوه این جلسه رو گذاشتیم، ولی انشالله جلسات بعدی کل جزوه رو میدیم بهتون. درسنامه از صفر. آره عزیزم، از صفر مطلق، یعنی تو اصلا نگران نباش چیزی بلد نیستی. آقا یه چیزی هم بگم، تعداد تست هم یه بحثی بکنیم با هم بعد شروع کنیم. ببین ما گفتیم آقا یه هندسه 10 و 11 داریم، هندسه 10 و 11، یه هندسه 12 داریم، یه آمار و احتمال داریم و یه ریاضی گسسته. کل چیزی که قرار من در خدمتت باشم، 2 تا کتاب، 3 تا، 4 تا، 5 تا. توی کنکورا تقریبا میشه گفت که 19 تا از اینا میاد، 19 تا از اینا، یعنی تقریبا تعداد برابره. بچه ما توی این دو سه سال اخیر
هندسه 10 و 11 تا 10 تا یا 11 تا تست داشتیم. هندسه 12 7 تا 9 تا تست داشتیم. آمار احتمال تقریبا 9 تا داشتیم. ریاضی گسسته تقریبا 10 تا. این اتفاقیه که تو این چند ساله تو نظام جدید افتاده. خب اون کل چیزیه که خواستم ببینی. آمار احتمالی که پارسال خوندی و ما از صفر شروع می‌کنیم خیلی مهمه. اینم بهت بگم یه سری روش خیلی باحال داریم، هم تو همون هندسه پایه‌ای که میگن خیلی عجیب غریبه، هم تو آمار احتمال، هم تو گسسته، هم تو هندسه، که سعی میکنم تا جایی که راه داره برات سادهش کنم. و کل 17 18 تا فصلی که من قراره بهت درس بدم، نکته‌ای که وجود داره شاید از کل 17 18 تا فصل 3 4 تا فصل سخت داشته باشیم. حالا اصلا میگو 5 تا فصل، شاید 5 تا فصل فصل سخت باشه، 12 تا دیگه متوسط یا ساده‌ن. یعنی نگران اینا اصلا نباشید. پس آقا کل چیزی که ما می‌خوایم بگیم این 38 تا 19 تا هندسه، 19 تا گسسته و آمار. خب بچه‌ها اگر کسی حرفی سوالی چیزی داره بگه، در غیر این صورت من کارمو شروع کنم. کسی سوالی نداره بچه‌ها؟ دخترها پسرها کسی سوال نداره؟ کسی سوال نداره؟ بریم آقا. خب آقا همه آمادن؟ یه اوکی به من بده. همه آمادن؟ همه آمادن؟ یه اوکی به من بده. چرت نزن. یه اوکی به من بده. یه اوکی به من بده. همه 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 باریکلا باریکلا جواب منو بده باریکلا. خب ریاضی دهم فاطمه شعبانی نژاد دخترم، ریاضی دهم ما فقط آنالیز ترکیبیش برای ریاضی گسسته است، بقیهش توی ریاضی پایه است، یعنی جزء حسابانتونه. خب بریم آقا. بله دخترم کلاس اصلا کلاس کنکوره، کلاس تسته، قرار تست کار کنیم با هم. بله عزیزم کلاس تسته. بله همه نکات کلا نکات تستی، ولی از صفر شروع میکنیم. خب بریم بسم الله کارمون رو شروع کنیم. خب آقا اولین مبحثی که میخواییم شروع کنیم مبحث مجموعه هاست. مجموعه دو تا تست کنکور داره. مجموعه دو تا تست کنکور داره. خب تعریف مجموعه چیه؟ گفتم دیگه از صفر شروع میکنیم، اگر بلدی هم برات یادآوری بشه. آقا مجموعه یکی از اون مفاهیم تعریف نشده است تو ریاضی، یعنی تعریف مشخصی ما براش نداریم، ولی به بیان ساده میگیم مجموعه دسته ای یه سری شیء، یه سری حرف، یه سری رقمه که کنار هم دیگه قرار میگیرن. آقا یعنی چی؟ یعنی مثلا ما اعداد 1 2 3 و الی آخر رو یا کولاد اولش میذاریم یا کولاد آخرش میذاریم، اسمش رو میذاریم آ. به این میگیم مجموعه آ. اوکی؟ پس آقا یا کولاد اول یا کولاد آخر بهش میگیم مجموعه. دسته یه سری شیء، یه سری حرف، یه سری رقمی که کنار هم دیگه قرار میگیرن. خب حالا مثلا اینو تا همین 4 ببندیمش. الان میگیم تعداد عضو مجموعه 4 تا. تعداد عضو مجموعه رو بچه‌ها ما با قدر مطلق آ یا با ان آ نشون میدیم. اگر گفتیم ان آ یعنی تعداد عضو مجموعه آ، اگه گفتیم قدر مطلق آ یعنی تعداد عضو مجموعه آ. خب اولین تعریف مهمی که داریم تعریف تعلق یا عضو بودنه. آقا تعلق یا عضو بودن چیه؟ عضو یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا اگر به من گفتن یه عضوی، یه عددی عضو این مجموعه است، یعنی باید اون عضو رو عیناً توی مجموعه آ ببینید. الان یک عضو مجموعه آ، این علامت عضو بودن بود دیگه. یک عضو مجموعه آ. چرا؟ چون این یک رو عیناً توی مجموعه آ می‌بینید. مثلا میگیم آکولاد یک عضو مجموعه آ نیست. چرا؟ چون عضو بودن یعنی هر چیزی که اینجا نوشته عیناً باید توی مجموعه آ دیده بشه. بچه ها آکولاد یک رو تو مجموعه آ میبینیم؟ آکولاد یک رو توی مجموعه آ میبینیم؟ نه نمیبینیم. پس آکولاد یک عضو مجموعه آ نیست. پس آقا تعریف عضو بودن اینه، وقتی میگن یه مجموعه عضو یه مجموعه است یا یه چیزی عضو مجموعه است، یعنی چیزی که نوشته عیناً باید توی مجموعه آی من دیده بشه. خب تعریف بعدی تعریف زیر مجموعه است. ما میگیم مجموعه آ زمانی زیر مجموعه بیه که هر عضوی که از آ هست در مجموعه بی هم باشه. هر عضوی که تو آ هست تو بی هم
باشه، این مدلی هم نشونش میدن، میگن آ زیر مجموعه یا مساویه بیه. پس وقتی میگن آ مجموعه آ زیر مجموعه مجموعه بیه، یعنی عضوایی که توی آ هستن باید توی بی هم باشن. خب بریم با مثال یه سری مطلب رو بگیم که راحت تر جا بیفته. خب ببین، یه مجموعه‌ای داریم، مثلا مجموعه آ یک و دو. خوب گوش کن، وقتی میخواستیم زیر مجموعه های این مجموعه رو بنویسیم، اولین زیر مجموعه این مجموعه میشد توهی. میگفتیم توهی زیر مجموعه همه چی هست. یه بار یک رو میگرفتیم به تنهایی، یه بار دو رو تنها میگرفتیم، یه بار یک و دو رو تنها میگرفتیم. اوکی؟ این میشد همه زیر مجموعه های مجموعه آ. میگفتیم آقا این توهیه صفر عضویه، اینا یک عضویان، اینا دو عضویان، که میگفتیم مجموعه آ الان 4 تا زیر مجموعه داره. حالا خوب گوش کن، ما یه فرمولی داشتیم تو ریاضی ده، فقط مفهومش رو میخوام، فعلا اصلا محاسبهش رو کاری نداشتیم، به نام سی ان و آر یا انتخاب آر از ان. به این میگفتیم ترکیب. بچه ها فارسیش مهمه، برا من فارسیش مهمه، میگیم انتخاب آر از ان، یعنی از انتا آر تا رو انتخاب میکنه، فقط معنیش مهمه ها، محاسبش کاری ندارم، از این انتا باید آر تا رو انتخاب کنه. آقا یعنی چی؟ ببین میخوام به یه نتیجه مهم برسم. وقتی شما میخوای برای یه مجموعه زیر مجموعه بنویسی، یه سری زیر مجموعه داریم که اصلا عضو نداره، یه سری زیر مجموعه داریم که یه دونه عضو داره، قاعدتا یه سری زیر مجموعه هم داریم که دو تا عضو داره، تهش اینه دیگه. خب حالا من میگم که آقا اگه میخوام زیر مجموعه توهی بنویسم، زیر مجموعه توهی من اصلا عضوی ندارد. خب یعنی چی؟ یعنی از دو تا عضوی که تو مجموعه آ هستن هیچ کدومو نیاز نی انتخاب کنی که بذاری اینجا. پس در واقع میگیم از دو تا عضوی که وجود داره هیچ کدومو لازم نیست انتخاب کنم، شو انتخاب صفر از دو. اگر میخوای زیر مجموعه یک عضوی بنویسی، زیر مجموعه یک عضوی یه دونه عضو نیاز داره، پس از دو تا عضوی که وجود داره ما یکیشو انتخاب میکنیم که توی این زیر مجموعه قرار بدیم. و اگه قرار زیر مجموعه دو عضوی بنویسیم، از اون دو تا عضوی که وجود داره هر دو تا رو انتخاب میکنیم که توی زیر مجموعهمون بنویسیم. خب آقا صفر از دو میشه یک، یک از دو میشه دو، دو از دو هم میشه یک، جمع همه اینا میشه 4 تا، یعنی تعداد کل زیر مجموعه های من. خب حالا ما میگیم آقا اگر یه مجموعه ای داشتیم که حالا n تا عضو داشت، اگر یه مجموعه n عضوی داشتیم، مجموعه آ n تا عضو داره، خب اگه بخوای زیر مجموعه صفر عضوی بنویسی میشه انتخاب صفر از n، اگه میخوای زیر مجموعه یک عضوی بنویسی میشه انتخاب یک از n، اگه میخوای زیر مجموعه های دو عضویش ببینی چند تایی میشه انتخاب دو از n، تا الی آخر زیر مجموعه n عضویش هم میشه انتخاب n از n. جمع همه اینا، اگه همه اینا رو با هم جمع کنی میشه 2 به توان n، تعداد کل زیر مجموعه های ما. پس بچه‌ها توی زیر مجموعه دو تا مطلب داریم. یک، یه وقتی هست به ما میگن زیر مجموعه یک عضوی چند تا داریم، میگی یک از n. یه وقتی هست میگن زیر مجموعه دو عضوی چند تا داریم، میگی دو از n. یه وقتی هست میگن زیر مجموعه n عضوی چند تا داریم، میگه n از n. یه وقتی هست میگه همه زیر مجموعه ها رو بگو، میگی 2 به توان n تا. این n چیه؟ تعداد عضو مجموعه است. خب اینا به چه درد میخوره؟ ببین تو همین بالا به من میگن مجموعه دو عضوی چند زیر مجموعه تک عضوی داره، قرار نی بنویسیم که حالا مجموعه الان من دو عضوی بود، ممکنه 1000 عضوی باشه. اگه بگن زیر مجموعه یک عضوی بنویس، میگی یک از n، حالا n هر چیزی که میخواد باشه. پس تعداد کل زیر مجموعه های ما شد 2 به توان n تا. اگه گفتن زیر مجموعه یک عضوی، میگی یک از n و الی آخر. خب چند تا جمله رو هم بگم چون میخوایم محاسبه کنیم درگیر باهاش نشیم. ببین اگه داشته باشیم انتخاب صفر از n یا انتخاب n از n، اگر پایین صفر بود یا بالا پایین برابر بودن میشه یک. اگه داشته باشیم انتخاب یک از n یا n منهای یک از n، بچه ها اگه پایین یک بود یا پایین از بالا یه دونه کمتر بود میشه n، یک از 4 میشه 4،
یک از دو میشه دو، یک از n میشه n. اگه پایین دو بود انتخاب دو از n، اگه دو بود عدد بالا رو ضرب در یه دونه عدد کمتر خودش کن، بعدش تقسیم کن به دو. مثلا اگه داشتیم دو از پنج، دو از پنج عدد بالا رو ضرب در یه عدد کمتر خودش کن، بعد تقسیم کن به دو. این میشه چند تا؟ 20 تقسیم بر دو میشه 10 تا. اگه داشتیم انتخاب سه از n، اینم بد نیست، فعلا بلد باشه. عدد بالا رو ضرب در دو تا عدد کمتر خودش میکنی، بعد تقسیم میکنی به 6. یعنی اگه داشتی سه از 7، عدد بالا 7 ضرب در دو تا عدد کمتر خودش بکن، بعد تقسیم کن به 6. این 6 با این 6 میره 7، 5 تا 35 تا. نکات ترکیبات زیادن، ولی فعلا فقط همینا رو من نیاز دارم. همینا رو بلد باشی که محاسبه کردن فکر نکنی از کجا اومده. خب آره با نه 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 هستی نمیخواد بنویسی، فقط گوش کن. با فاکتوریال هم میشه حساب کرد، ولی با فاکتوریال هم میشه حساب کرد، ولی خب به درد نمیخوره، اون دیگه میشه تشریحی. ما قراره تستو توی 30 ثانیه حل کنی، قرار نیستش که تازه بیا اینجا فاکتوریالشو حساب کنی. فعلا فاکتوریالشو باش کاری نداریم، بعدا تو فصل ترکیبات مفصل بحث میکنیم. فقط اینا رو گفتم اگه من جایی حساب کردم هنگ نکنی بگی از کجا آوردی. حالا ما یه زیر مجموعه‌ای داریم به نام زیر مجموعه محض یا سره. اینا تو جزده هستا، میخوام با مثال بگم بهتر جا بیفت. یه زیر مجموعه‌ای داریم به نام زیر مجموعه محض یا سره. بچه ها زیر مجموعه محض یا سره چیه؟ میشه همه زیر مجموعه ها بجز خودش. همه زیر مجموعه ها بجز خودش. آقا یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی چی؟ نگاه کن. وقتی من اینجا مجموعه آ رو اومدم زیر مجموعه هاشو نوشتم، گفتم اولی توهیه، دومی آکولاد یک، بعدی آکولاد دو، بعدی آکولاد یک و دو. من میگم زیر مجموعه محض یا سره، یعنی همه زیر مجموعه ها رو بنویس، خودشو نمیخوای، یعنی یه دونه رو کل خط بزن، یعنی کل رو حساب کن، یه دونه ازش کم کن. آقا آقا ما گفتیم تعداد کل زیر مجموعه های ما، تعداد کل زیر مجموعه های ما میشه چقدر بچه ها؟ 2 به توان n تا. حالا وقتی میگیم خودشو کم کن، یعنی یه دونه کل کم کن. پس اگر جایی به شما گفتن چند زیر مجموعه محض یا سره داریم، میشه 2 به توان n منهای 1، خودشو بعد از کل کم کنی. حالا تو جواب بده، دو بار تست کنکور بوده. آقا اگر به من بگن چند زیر مجموعه محض غیر توهی دارم، فرمول چی میشه؟ اگه بگن محض غیر توهی، فرمول چی میشه؟ بگو ببینم جواب بدنم. اگه بگن محض غیر توهی، فرمول چی میشه؟ محض غیر توهی. بگو ببینم. بدو. بگو. بگو. باریکلا. باریکلا. بگو. آها. ماشاءالله. بگو. جواب بده. جواب بده. آها. باریکلا. باریکلا. عالی. آقا جواب بده. انرژی داشته باش. باریکلا. 2 به توان n منهای 2. ماشاءالله علی. ایلیا. باریکلا. 2 به توان n منهای 2، خودشو نمیخوای کم میکنی، توهی رو هم کم میکنی، میشه 2 به توان n منهای 2. دو بار همین تست کنکور بوده. خب حالا بریم یه مجموعه دیگری هم داریم. آخرین چیزی که میخوام بگم با مثال بفهمید. آقا مجموعه توانی رو ما با پی آ نشونش میدیم. بچه ها مجموعه توانی یعنی چی؟ یعنی مجموعه همه زیر مجموعه ها، مجموعه همه زیر مجموعه ها. بچه ها یعنی چی؟ ببین وقتی به من یه مجموعه میدن 1 و 2، تعداد عضو مجموعه آ هم الان 2 تای دیگه، 1 و 2. خب من زیر مجموعه هاشو نوشتم، اولی توهی بود، بعد آکولاد 1 بود، بعد آکولاد 2 بود، بعد آکولاد 1 و 2 بود. حالا اگر همه اینا رو توی یه مجموعه بنویسی، یعنی یا آکولاد اولش بذاری یا آکولاد آخرش بذاری، به این میگیم پی آ. توانی آ، به این میگیم پی آ، توانی آ. پس آقا مجموعه توانی چیز عجیبی نیست، همه زیر مجموعه های مجموعه آ رو بنویس،
یه آکولات اول و آخرش بذار بهش میگیم مجموعه توانی. حالا خوب گوش کن که بفهمیم، نمیخوام حفظ کنیم، ما چیزی برای حفظ کردن نداریم. گوش کن، اینجا عضوایی که توی پی آ نوشتم، بچه ها تو بید، عضوایی که توی پی آ نوشتم چیای آن؟ عضوایی که توی پی آ هستن چیای آن؟ بگو ببینم، عضوایی که توی پی آ هستن چیه آن؟ بگو ماشاءالله، بگو، بگو، باریکلا، بگو، آفرین، بگو، باریکلا، ماشاءالله. آقا زیر مجموعه، آفرین. پس آقا خوب گوش کن، خوب گوش کن. عضوهای پی آ، عضوهای پی آ همان زیر مجموعه های آن. خوب گوش کن. عضوایی که توی پی آ میخوای بنویسی همون زیر مجموعه های مجموعه آن. پس بچه ها تعداد عضوهای پی آ میشه تعداد زیر مجموعه های مجموعه آ. حالا مجموعه آ در حالت کلی چند تا زیر مجموعه داشت؟ 2 به توان انت. مجموعه آ در حالت کلی چند تا زیر مجموعه داشت؟ 2 به توان انتا. پس مجموعه پی آ چند تا عضو داره؟ 2 به توان انتا. پس اگه جایی به شما مجموعه آ رو دادن، گفتن پی آ چند عضو داره، تعداد عضو پی آ رو گفتن، یعنی بگو مجموعه آ چند تا زیر مجموعه داره. تعداد زیر مجموعه هاش الان میشه 2 به توان 2 تا، یعنی 4 تا. پس پی آ 4 تا عضو داره. حالا ببینم گرفتی ماجرا رو یا نه. حالا اگر گفتن زیر مجموعه پی آ، این چی میشه به نظرت؟ اگه گفتن زیر مجموعه های پی آ، فرمول چیه؟ بگو ببینم. باریکالا اسمتو نمیتونم بخونم، اسمشونو شما میبینی چیه؟ فامیلیشونه. خب باریکالا، آقا بگو ببینم، مبین ماریکلا مبین. دیگه چی؟ آقا بگو ببینم، اگر به شما گفتن پی آ چند زیر مجموعه داره میشه؟ آفرین علی، باریکلا علی. آقا تعداد زیر مجموعه های پی آ میشه 2 به توان n. باریکلا علی، باریکلا مبین. 2 به توان n. چرا؟ مگه همیشه زیر مجموعه نمیشه 2 به توان تعداد عضو؟ درسته؟ همیشه زیر مجموعه میشه 2 به توان تعداد عضو. حالا اگه میخوای زیر مجموعه پی آ رو بنویسی، میشه 2 به توان تعداد عضوای پی آ. پی آ چند تا عضو داره؟ 2 به توان انتا. پس میشه 2 به توان ان. به این دقت کن. پس آقا پی آ 2 به توان انتا عضو داره، 2 به توان انتا زیر مجموعه داره. این تا اینجای ماجرا، تعریف مجموعه و زیر مجموعه و سره و مجموعه توانی. بچه ها تا اینجای ماجرا یه اوکی به من بدین، شد یا نشد؟ تا اینجای ماجرا اوکی به من بده، شد یا نشد؟ بدو جواب بده، بدو اوکی به من بده، شد یا نشد؟ شد یا نشد؟ همه باریکلا جواب بده، من خیالم راحت بشه. شد یا نشد؟ خب ماشاءالله، دمت گرم آقا، دمت گرم. بریم خوب گوش کن ببینم رو چی کار میکنیم. خب ببین، اینا رو گفتم، این که حالا تعداد زیر مجموعه هاست، اینم رابطه کلی، اینم سره. فقط بچه ها حالا که مفهوم یاد گرفتی، 4 و 5 و 6 رو خط بزن. نمیخوام، من اینا رو با مفهوم حل میکنم، با فرمول حل نمیکنم. الکی فرمول حفظ نکنیم، انقدر تا آخر سال فرمول داریم که دیگه مغزمون تا جایی که راه داره سعی میکنیم فرمولا رو کمتر کنیم. مجموعه توانی رو هم گفتم، میریم مبحث مهم که همیشه هر سال بدون شک تست کنکور داره، اعمال بین مجموعه ها. خوب گوش کن، اجتماع دو مجموعه. خب فکر کنم همه بلدین اجتماع دو مجموعه رو. اگر بخوایم به کمک نمودار ون بکشیم، میگیم که اگر مثلا این آ باشه، اینم ب باشه، قاعدتا اینی که دورشه مجموعه مرجع، مجموعه جهانیه. بچه ها مجموعه مرجع یا مجموعه جهانی رو ما با یونشون میدادیم پارسال، ولی تو سال کنکور با اس هم نشون میدن، با ام هم نشون میدن.
پس یادت باشه مجموعه مرجع یا مجموعه جهانی رو هم با یو نشون میدن، هم با اس نشون میدن، هم با ام نشون میدن تو سال کنکورها. حواستو جمع کن. خب مجموعه مرجع مجموعه کلی منه، یعنی همه ی مجموعه ها توی اینن. خب حالا اگه بگن اجتماع آ و ب یعنی آ رو بریز رو ب، خب اوکی اینو که همه بلدیم. اشتراک دو مجموعه، آقا اشتراک بریم، اشتراک دو مجموعه رو اگه بخوایم بگیم اینم واضحه، اشتراک یعنی مشترک، یعنی جایی رو بگو که تو جفتش باشه. ولی 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 بچه ها سومی و چهارمی مهمه، سومی و چهارمی اهمه، مهمه، دقت کن این سه و چهاره مهمه خیلی. تفاضل دو مجموعه آی منهای ب یعنی چی؟ یعنی ایکسایی رو پیدا کنید که توی آ باشن و توی ب نباشن، ایکس عضو آ باشه ایکس عضو ب نباشه. یعنی آقا اگر میخوای نمودار ون براش بکشی این آ باشه اینم ب باشه. آی منهای ب یعنی جایی رو بگو که تو آ باشه ولی تو ب نباشه. یعنی چی بچه ها؟ یعنی دستتون رو بذارید رو ب، بی قراره حذف بشه دیگه، دستتو بذار رو ب، هر چی از آموند هاشور بزن میشه آی منهای ب. پس آی منهای ب یعنی دستتو بذار رو ب، هر چی از آموند هاشور بزن. حالا یه جوره دیگه هم میشه دید اینو، اگر شما میخوای این تیکه یه هاشور رو پیدا کنی یعنی کل آ رو پیدا کن، کل آ رو حساب کن، این تیکه یه اشتراکشون رو ازش کم کن. این جمله جمله مهمه، اگه میخوای آمنهای ب رو پیدا کنی کل آ رو پیدا کن، تیکه اشتراک وسط رو ازش کم کن. پس بچه ها آمنهای ب تفاضل، یه جمله مهم داریم خیلی باهاش کار داریم تو روش حل خودمون. آمنهای ب تفاضل یعنی مشترک را یا اشتراک را، اشتراک را از اولی، اولی خط بزن، خط بزن، هرچی از اولی موند بنویس. با این حالا میبینی چقدر کار داره. آقا آیمن های به واضحه دیگه، طبق شکل اشتراک و از اولی خط بزن، هرچی از اولی موند بنویس. خب اینم شد منها. چارمیش تفاضل متقارنه، تفاضل متقارن. خب ببین تفاضل متقارن ما با آ دلتای بی نشون میدیم، بین آ و ب دلتای، این دلتا یعنی تفاضل متقارن. تفاضل متقارن دو تا فرمول داره، فرمول اصلیش اینه آ منهای ب اجتماع ب منهای آ. چرا بهش میگفتیم تفاضل متقارن؟ چون جاشون عوض شده، این آ منهای ب، این ب منهای آ، جای آ و ب عوض میشه، اولی منهای دومی، اجتماع دومی منهای اولی، اولی منهای دومی، اجتماع دومی منهای اولی. خب حالا اگه بخوام براش نمودار ونشو بکشم، آقا این آه اینم ب، این آه اینم ب، آه منهای ب میشه اینجا، این میشه آه منهای ب، بی منهای آه میشه اینجا بی منهای آه. اوکی حالا نگاه کن، اگر میخوای دوتا تیکه یه هاشور رو با هم در نظر بگیری یه کار دیگه هم میتونی بکنی. میگیم آقا کل آ و بی رو میخوام، فقط این تیکه وسط رو نمیخوام، کل آ و بی رو میخوام فقط تیکه وسط رو نمیخوام. پس میگیم کل آ و بی رو حساب کن، اجتماع بگیر، فقط اشتراکشون رو ازش کم کن. فرمول دوم فرمول اول، یعنی فرمول اصلیه، ولی این فرمول اولیه فرمول دومه، یعنی فرمولیه که الان پیدا کردیم، با این بیشتر کار داریم. آقا دلتا پس دو تا فرمول داره، اولی منهای دومی، اجتماع دومی منهای اولی، یا اجتماعشون منهای اشتراکشون. به اینا میگیم اعمال بین مجموعه ها، تا دلت بخواد با اینا کار داریم. پس یادت نره اشتراک را از اولی خط بزن، هرچی از اولی موند بنویس. حالا اگه جزوه را ببینیم، فاطمه جان همین الان تو اسکایروم جزوه هست، بغل اون علامت دست، اون علامت مثلث عکس پلیه، اونو بزن اونجا میتونی جزوه رو دانلود کنی، همین الان هست. خب ببین یه سری خواص داریم، خواص اعمال بر روی مجموعه. آقا چند تاست؟ یا علی بریم، یا علی نگاه کن، یا علی چند تاست؟ چند تاست؟ 28 تاست. یه سری ها رو پارسال داشتی، یه سری ها رو پارسال
نداشتی، تمرین کتاب بوده، اثبات شده، باید به عنوان نکته تو کنکور بلد باشی. یه سریاش هم جدیده. آقا آیا من محمدپور 28 رابطه رو نیاز دارم؟ نه آقا، من همه ی تستای کنکور رو یه راه دارم براش، 5 تا از این 28 رو یاد میگیرم. حالا یکی میگه آی محمدپور من دلم نمیاد. آقا بخونم، اگه دلت میخواد بخون، ولی میبینی هر تست کنکوری رو من به کمک 5 تاش حل میکنم. خب اونایی که مهمه رو میگیم علامت بزنید که مشخص بشه. 1 برا من مهمه، 2 هم برا من مهمه. خب آقا این دوتا چی میگن؟ خب بگم چی میگن دیگه، مهمه. ببین اولیش میگه آ منهای بی برابر است با آ اشتراک ب پریم. یعنی چی بچه ها؟ یعنی اگر منها رو به اشتراک تبدیل کردی، مجموعه دومت متمم میشه. متمم چی بود؟ متمم هم فکر کنم همه بلدن، فقط یه یاداوری کنم. متمم چی بود؟ مثلا اگر این مجموعه مجموعه آی من باشه، هر جایی به جز آ، هر جایی به جز آ رو میگفتیم آ پریم. متمم فکر کنم همه بلدید دیگه، هر جایی به جز آ رو میگفتیم آ پریم. خب حالا پس نکته مهم اول اینه، اگر منها رو به اشتراک تبدیل کردی، مجموعه بعدیت متمم میشه. بالعکس اگه اشتراک هم به منها تبدیل کنی، بازم بعدی متمم میشه. یعنی اگه داشته باشیم آ اشتراک بی، اگه بخواد اشتراک بشه منها، بی متمم میشه، میشه بپریم. این نکته اول که باید بلد باشیم. 2 آ منهای بی برابر است با بپریم منهای آ پریم. آقا میگیم اگر تو منها خواستی جفتشو متمم کنی، جاشونو عوض کن. اگر خواستی متمم کنی، جاشونو عوض کن. اینو قاعده کلی میگم. آ منهای بی، آ زیر مجموعه بی، آ دلتای بی. بچا در منها دلتا زیر مجموعه، منها دلتا زیر مجموعه، اگر متمم کردی جاشونو عوض کن. در منو ببینا، در منها دلتا زیر مجموعه، اگه متمم کردی جاشونو عوض کن. یعنی این میشه بپریم منهای آپریم، این میشه بپریم زیر مجموعه آپریم، این یکی میشه بپریم دلتا آپریم. البته دلتا رو میتونی جابجا هم بکنی، یعنی خاصیت جابجایی داره. پس این سه تا رو دقت کن، تفاوتی نداره. داره نه متین نداره، گفتم دیگه. در منها دلتا زیر مجموعه، اگه متمم کردی جاشونو عوض کن، ولی دلتا جابجا هم نشه مهم نیست. پس یک و دو فعلا برای من مهم. دیگه آقا تو اینا، یا علی اینا رو نگاه کن، منها رو هیچ کدوم من پارسال تو کتابت نبود، ولی تو کنکور هست. بعدی که برای من مهمه 10. 10 چی میگه؟ میگه اگر اشتراک آ و ب توهی باشه، یعنی آ و ب جدا از هم باشن. آقا بفهمه، وقتی دو مجموعه جدا از همن، این آ باشه اینم ب باشه، میخوای آ منهای ب رو پیدا کنی. گفتی منها یعنی چی؟ دستمو میذارم روی ب، هر چی از آ موند علامت میزنم. خب میشه خود آ دیگه. بی منهای آ، دستمو میذارم روی آ، از ب هر چی موند هاشور میزنم، میشه ب. پس یادت باشه اگه دوتا مجموعه جدا از هم بودن، تفاضلشون میشه اولی آ منهای بی میشه آ، بی منهای آ میشه بی، آ منهای بی میشه آ، بی منهای آ میشه بی، آ منهای بی آ، بی منهای آ بی، تفاضل میشه اولی. خب بریم دیگه ببینیم چی میخوایم. 3 تا رو گفتیم، این دوتا رو هم میخوایم. یکیش 21. میگه اگه آ زیر مجموعه بی باشه، بپریم زیر مجموعه آ پریم. همین الان در حالت کلی گفتم دیگه، پس اینم که هیچی. بعدیش میشه چی؟ میشه 22. میگه اگه آ زیر مجموعه بی باشه. آقا آ زیر مجموعه بی باشه یعنی چی؟ یعنی آ توی بیه. اگه آ زیر مجموعه بیه یعنی آ توی بیه. خب یعنی آ از ب کوچکتره. بچه اگر قرار اجتماع بگیریم، اجتماع همیشه میشه مجموعه بزرگتر، اشتراک همیشه میشه مجموعه کوچکتر. پس آقا وقتی میخوای اجتماع بگیری، اجتماع میشه مجموعه بزرگه، یعنی میشه بی. اگه میخوای اشتراک بگیری، اشتراک میشه مجموعه کوچیکه. مشترک الان آ دیگه، میشه آ. حواست باشه این دو شرطیه، یعنی از این ورم اون ورم میشه نتیجه گرفت. یعنی چی محمدپور؟ یعنی اگر اشتراک آ و ب شده باشه آ،
اگه اشتراک آ و ب شده باشه آ، یعنی آ از ب، آ از ب، بگو ببینم فهمیدی؟ آ از ب اگه اشتراک شده باشه آ، یعنی آ از ب، آ از ب بگو، آ از ب بگو، آ از ب بگو، آ از ب بگو، باریکلا بگو جواب منو بده. آ از ب، آ از ب، باریکلا آ از ب کوچکتره. پس وقتی اشتراک میشه آ، یعنی آ از ب کوچکتره. آقا ما برای همه ی حل سوالامون این 5 تا رو نیاز داریم. 1 2 10. خب آره آره ایلیا، همین 5 تایی که من علامت زدم، حالا میریم سراغ تستاش دیگه، میخوام تست بزنم. همه ی تستا رو با این 5 تا میزنم. حالا یکی میگه آقا وسواس فکری داره، میگه آقا من نمیتونم نخونم، یه بار بخون همه رو، من درگیر نیستم. ولی برای حل تستا، چه تست تألیفی چه تست کنکور، هر چی که بیاری من همینجوری برات حل میکنم. نمیشه دانلود کرد جزوه رو از اینجا؟ دیانا میشه دخترم؟ الان تو اسکای روم هست فکر میکنم. خب آقا میخوایم بریم تست بزنیم، ولی تا اینجای ماجرا، تا اینجای ماجرا یه اوکی این اوکی به من بدین، شد یا نشد؟ تا اینجای ماجرا شد یا نشد؟ شد یا نشد؟ تا اینجای ماجرا شد یا نشد؟ شد یا نشد؟ باریکلا باریکلا، نه خوابا، باریکلا باریکلا، آفری ماشالله. آقا یه چند تا دوره کوچولو بزنیم، جزوه حل شده را میذارین؟ آره دخترم. اینم میتونیم جزوه دست میسام بذاریم دیگه؟ آره میذاریم برات. اوکی گوش کن فقط، یه دوره با هم بکنیم، زنده باشی. من میپرسم تو جواب بده. یک، من میپرسم تو جواب بده، گوش کن. یک، آقا یه مجموعه، یه مجموعه n عضوی چند تا زیر مجموعه داره؟ یه مجموعه n عضوی چند تا زیر مجموعه داره؟ بگو یه مجموعه زیر n عضوی چند تا زیر مجموعه داره؟ باریکلا باریکلا، 2 به توان n، 2 به توان n، باریکلا. تعداد زیر مجموعه های محض یا سره چند تا بود؟ محض یا سره چند تا بود؟ محض یا سره چند تا بود؟ بگو محض یا سره چند تا بود؟ باریکلا آفرین، 2 به توان n منهای 1. آقا مجموعه توانی چند تا زیر مجموعه داشت؟ مجموعه توانی چند تا زیر مجموعه داشت؟ مجموعه توانی چند تا زیر مجموعه داشت؟ ماشاءالله علی، بگو چند تا زیر مجموعه داشت؟ آهان، چند تا زیر مجموعه داشت علی؟ 2 به توان n، 2 به توان n. دقت کن آقا، ما آمن های برو یه جمله گفتیم، جمله ما کامل کن. آمن های ب رو یه جمله گفتیم، جمله ما کامل کن. گفتیم آمن های ب یعنی اشتراک رو از، اشتراک رو از، اشتراک رو از، اشتراک رو از، بگو اشتراک رو از، باریکلا اولی خط بزن، هر چی از باریکلا هر چی از اولی موند بنویس. پس آقا دقت کن، مشترک ها رو از اولی خط بزن، هر چی از اولی موند بنویس. خب آقا همینا رو بلدیم، این 5 تا رو هم بلدیم، میخوایم بریم تست بزنیم. خوب گوش کن، برای تست زدن ما اول میریم جبر مجموعه ها رو، این 28 تایی که گفتیم 5 تاشو میخوایم. اول همه این تستا رو حل کنیم، برای جا بیفته میخوام چیکار کنم، بعدن برمیگردم همه رو تکمیل میکنم. پس آقا الان توی جزوه 1 و 2 رو فعلا ولش کن، میریم سراغ تست 3. همه سوالایی که به کمک اون 5 تا حل بکنیم با هم، بعدن برمیگردیم از اول همه رو حل میکنیم. خب ببین تست 3 بریم، بسم الله. میگه که شرط لازم و کافی برای برقراری رابطه آ منهای آ پریم منهای بی مساوی آ اشتراکش با بی کدام است؟ میگه برای اینکه این فرمول برقرار بشه کدوم یکی از گزینه ها جواب منه. ببین یه روش اول داره یه روش دوم داره. روش اول به کمک کل اون 28 تا، یعنی شما باید اون 28 تا رابطه رو همه رو بلد باشی. اگه 28 رابطه رو بلدی که خب میتونی حل کنی، ولی ما میخوایم همه تستا رو یه جور حل کنیم دیگه، یه راه ساده بگیم تو همش جواب بده. بچه ها راهی که ما استفاده میکنیم نمودار ونه، نگاه کن. خب برای کشیدن نمودار ون، گام اول توی صورت سوال ببین چند تا مجموعه رو گفته، یکی دوتا، در مورد دوتا مجموعه حرف زده. دو، آیا برای آ و ب فرضی گذاشته؟ یعنی چی؟ یعنی آیا گفته که آ و ب اشتراک ندارن؟ آیا گفته آ زیر مجموعه بی؟ آیا حرفی زده یا نزده؟ خب حرفی نزده. وقتی حرف نمیزنه همیشه این مدلی میکشیم،
یه جوری میکشیم یه قسمتیشون بره تو هم دیگه. حالا منطقه های مختلفی که تو شکل میبینید و شماره بذارید. خب آقا دور آوبی رو میگیرم یک، مثلا اینجا رو میگیرم دو، وسطش رو میگیرم سه، اینجا رو میگیرم چهار. منطقه های مختلفی که گذاشتم و منطقه یک تهران، دو تهران، سه تهران، چهار تهران شماره گذاشتم. حالا نگاه کن، من سمت چپ رو بیام ساده کنم، فقط سمت چپ رو ببین، زیر هر کدوم شماره منطقه هاش رو بنویس. یعنی چی؟ آ منطقه چی داره؟ یه دو داره، یه سه، میشه دو و سه. آپریم میشه چی؟ آقا آپریم میشه هر چیزی به جز آ. خب آ چیه؟ دو و سه، پس آپریم میشه یک و چهار. بی چیه؟ بی یه سه داره یه چهار، میشه سه و چهار. بی میشه سه و چهار. حالا قراره اینا رو هم کم کنیم، درسته؟ یک و چهار منهای سه و چهار. بچه ها ما گفتیم منها یعنی مشترک ها رو، مشترک ها رو از اولی خط بزن، هرچی از اولی موند بنویس. یک و چهار منهای سه و چهار، چهار مشترکه، هرچی از اولی موند بنویس. اصلا کاری با دومی ندارم، اصلا کاری با دومی ندارم، مشترک ها رو از اولی خط بزن، هرچی از اولی مود نوشتم. خب شد یک. حالا این چیه؟ دو و سه منهای یک. دوباره نگاه کن، منهای دیگه، این منهای دو و سه منهای یک. آقا مشترک ها رو باید از اولی خط بزنی، هرچی از اولی مود بنویسی. دو و سه با یک اشتراک ندارن، وقتی اشتراک ندارن خب چیزی از اولی خط نمیخوره، میشه خود اولی. چیزی از اولی خط نمیخوره، میشه خود اولی. اولی کدومه؟ دو و سه. بچه ها دو و سه رو زیر چی نوشته بودی؟ زیر آ. پس جواب سمت چپ کلن شد آ، کلی جواب سمت چپ شد آ. خب آ مساویه آ اشتراکش با بی، آ مساویه آ اشتراکش با بی. بچه ها وقتی اشتراک میشه آ یعنی آ از به چیه؟ وقتی اشتراک میشه آ یعنی آ از ب چیه؟ بگو آ از ب چیه؟ وقتی اشتراک میشه آ یعنی آ از ب؟ باریکلا، آ از ب؟ آفرین، آ از ب کوچکتره، یعنی آ زیر مجموعه بیه، یعنی آ زیر مجموعه بیه. جواب گزینه دوم. توی روش نمودار ون که همه تست دارن باش حل میکنی دیگه، فقط 5 تا رو بلد باش. حالا اون 5 تا کجا به کار رفت؟ این آخرش. وقتی این مساوی با آ شد، وقتی این مساوی آ شد، اشتراک کوچیک است، یعنی باید بفهمی که آ زیر مجموعه بیه، یعنی آ از ب کوچکتره. همین اینجا به درد میخوره. بعد گیر کرده بچه ها تخته، این هم میشه تفاضل رو بکنیم، اشتراک از ب پریم فاکتور بگیریم، بعد فکر کنیم فلان. آره میشه اون راه هم رفت، ولی مطلب اینه که، مشکل اینه که ما میخواییم قوانین نریم. بچه ها میگن تخته ثابته همه. یه لحظه صبر کنید ببینیم. قطع صدا. بچه ها تصویر رو الان میبینید، نوشته های منو تا خط آخر، آخرش یه بار دیگه توضیح میدم. الان کامل میبینین اوکی شد تا آزیر مجموعه به که دورش خط کشیدم. خب اوکی الان میگم. فاطمه تو همه سوالایی که جبر مجموعه هاست از نمودار ون میتونید برید. دوباره از اول میگم، اوکی دیانا، تو همه سوالایی که دو تا مجموعه رو میگه منها کن، متمم کن، اشتراک بگی، دلتا بگی، تو همه این سوالا میتونی از این بری. حالا اصلا امروز میخوام همین کارو بکنم، فقط سوالای این مدلی که نموداریه کلا یاد بگیری، از اون 28 تا نری. فکر کنم متین بود، متین اگه اشتراک و منها رو به اشتراک تبدیل کنی، بعدی رو متمم کنی، فاکتور بگیری، همه این کارا اوکیه. اصلا من نمیگم مشکل داره، اوکیه، مشکل نداره، ولی مطلب اینه من میخوام اون 28 تا رو یاد نگیرم. اینو اشتراک کنم بعدی متمم، اینو اشتراک کنم بعدی متمم، بعدی میشه دمرگان. من اصلا حرف دمرگان نزدم که. و ادامه ماجراها.
من گفتم اگر فکر میکنی باید اون 28 رو بخونی یا وسواس فکری داری بخون، ولی نمودار ون ویژگیش اینه، ویژگیش اینه که آقا بدون اینکه اونا رو بلد باشی میتونی حلش کنی. راه ساده تریه به نظر. شما تو نمودار ون تسلط پیدا کنی، تو 15 ثانیه تستاتو حل میکنی. خب گوش کن یه بار دیگه بگم، چون یکی از بچه‌ها میگه بگین. ببین گفته برای برقراری این رابطه چی کار کنیم. نگاه کن، من گفتم گام اول ببین توی صورت سوال چند تا مجموعه داری. آ ب، چون در مورد آ و ب حرفی نزده، خب دو که داخل مجموعه ب نیست، چرا آ زیر مجموعه ب؟ الان بهت میگم. خب میگیم که آقا این برای آ و ب نمودار کشیدم، آ و ب یه جوری میکشی یه قسمتشون بره تو هم، منطقه های مختلف رو شماره میذاری، از کجا شماره بذاری فرقی نمیکنه، 1 2 3 4 A B C D مهم نیست، 1 2 3 4 شماره گذاشتم. حالا من گفتم زیر هر کدوم شماره منطقه هاشو بنویس. الان مجموعه آ یه 2 داره 3 میشه 2 3، آ پریم میشه هر چیزی بجز آ دیگه، پس هر چیزی بجز 2 و 3 خب 1 و 4 میشه، بی ما میشه چی؟ 3 و 4 میشه 3 و 4. حالا توی پرانتز 1 و 4 رو باید منهای 3 و 4 کنم. آقا منها یعنی چی؟ مشترک ها رو از اولی خط بزن، هرچی از اولی موند بنویس. 1 و 4 منهای 3 و 4، 4 رو خط میزنم، از اولی 1 میمونه، پس کل پرانتز شد 1. حالا 2 و 3 منهای 1، 2 و 3 منهای 1. بچه ها منها یعنی چی؟ یعنی مشترک اگه داشتی از اولی خط بزن، هرچی از اولی موند بنویس. حالا یکی میگه آقا اگه اشتراک نداشتن چی؟ خب هیچی، اگه اشتراک نداشتن چیزی از اولی خط نمیخوره ها، یعنی نگران این نباش، اگر اشتراک نداشتن چیزی از اولی خط نمیخوره، میشه خود اولی. پس 2 و 3 منهای 1، 2 و 3 با 1 اشتراک نداره، چیزی از 2 و 3 خط نمیخوره، میشه خود 2 و 3. خب 2 و 3 رو زیر چی نوشتی؟ زیر آ. پس جواب شد آ، یعنی کل سمت چپ رو وقتی ساده کردم شد آ. خب سمت چپ مساوی سمت راست دیگه، پس سمت چپ آ، سمت راست آ اشتراکش با ب نوشتم. وقتی اشتراک شده آ، یعنی آ از ب کوچکتره، یعنی آ زیر مجموعه ب، پس جواب میشه گزینه دوم. حل شد دیانا فاطمه جوکار، دیانا فخاری، حل شد بچه‌ها؟ حل گرفتی ماجرا رو؟ حل حل قربونت محمد. خب خب خدا رو شد. بچه ها تست 3 رو یه اوکی نوکی به من بدین، شد یا نشد من ببینم کی گرفته. محمد حسن یه سوال بگو محمد. خب 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 باریکلا باریکلا، چرت نزن خونه نشستی منو داری میبینی، حال داشته باش من انرژی تو رو ببینم. ایزد ایزدی نمیشه، من مدلم اینه. ایزدی جان میگه یه چیزایی تکرار نکنید، مدل کلاسم اینه، ببخشید. بگو محمد، محمد چی میگی؟ روش مدرسی هم حل میکنید کلن یا تا جایی، تا یه جایی تشریح حل میشه؟ حل میکنید کلن یا تا به یه جاهایی تشریح حل میشه؟ محمد روش مدرسه نمیخواد که، این برای 11 همه، نگران نباش تو امسال که قرار اینو امتحان بدی که، فقط تستیشو یاد بگی، تشریحش که به دردت نمیخوره، این برای پارسال بوده، امتحانش هم دادی تموم شده رفته. گرفتی؟ قربونت، این برای پارساله، نگران نباش، امسال امتحان 12 که قرار نیست از این بده که. خب بریم 4، بریم 4 دوباره نگاه کن ببینیم ماجرا چیه. ببین میگه که اگر اشتراک آبابی توهی باشه، آبابی توهی باشه، حاصل آمنهای سی منهای بی منهای سی کدام است؟ بچه ها چی گفتم؟ 1 گفتم آقا ببین صورت سوال چند تا مجموعه داری؟ 1 2 3 آقا 3 تا. 2 برای این 3 تا حرفی زده، شرطی داده؟ بله آقا شرط داده، میگه آ و ب رو جدا بکش. پس بسم الله اگر قرار نمودار بکشی یه جوری میکشی که مسئلت شرطش برقرار بشه. میگه آ و ب اشتراک ندارن، یعنی آ و ب رو جدا بکشی، این آ اینم ب. خب بچه ها در مورد سی حرفی زده نزده، پس سی رو چجوری بکشم؟ وقتی در مورد سی حرف نمیزنه، سی رو باید یه جوری بکشی که با جفتشون یه اشتراکی داشته باشه. خب حالا منطقه ها رو دوباره شماره بزن، 1 2 3 4 5 6 تا منطقه
مختلف میبینم. خب آقا الان گفته چی؟ آی من های سی، من های بی من های سی. خب بدون قانون دارم حل میکنم. بچه آی من های سی یعنی دستتو بذار روی سی، دستتو بذار روی سی، از آ چی میمونه؟ از آی دو میمونه، میشه دو. بی من های سی، بی من های سی، دستمو میذارم روی سی، از ب چی میمونه؟ از ب چی میمونه؟ شیش. از ب چی موند؟ شیش. خب دو من های شیش، بچه ها من ها، دو من های شیش نمیشه منفی چهار، این شماره منطقه است. منها یعنی مشترک ها رو از اولی خط بزن، هرچی از اولی موند بنویس. دو با شیش اشتراک نداره، باری کلا مبین، آفری مبین، درسته. دو با شیش اشتراک نداره، چیزی از اولی خط نمیخوره. یا اصلا اینجوری تو شک بگو، این دو، این شیش، دو منهای شیش، دستتو بذار رو شیش، از دو چی میمونه؟ کل دو. پس جواب شد دو. بچه ها دو چی بود؟ آی منهای سی. پس جواب شد آی منهای سی. آقا آی منهای سی تو گزینه ها داری؟ نداری. بریم سراغ اون پنجتا. رابطه یک چی میگفت؟ میگفت اگه منها داشتی، منها رو به اشتراک تبدیل کنی، مجموعه بعدیمون متمم میشه. پس آ منهای سی میشه آ اشتراک سپریم. جواب میشه گزینه چهار. به اشتراک تبدیلش میکنیم، به اشتراک تبدیلش میکنیم، بعدی متمم میشه، باری که الان میشه آ اشتراک سپریم. جواب گزینه چهارم. خب اینم از تست چهارم. به روش دوم هم حل کنید. محمد حسین روش دوم، قربونت محمد حسین، روش دوم چه؟ روش تشریحی. بیا روش دوم چه؟ روش تشریحی. یه بار برات حل کنم. آ منهای سی، منهای بی منهای سی، تو پرانتز اول منها رو بکن اشتراک، بعدی متمم میشه. بعدش دوباره تو پرانتز دوم منها رو بکن اشتراک، بعدی متمم میشه. دوباره این منها رو بکن اشتراک، کل پرانتز متمم میشه. خب پس میشه آ اشتراک سپریم اشتراکه. حالا اینجا دمرگانه که هنو من درس اصلا ده گفتمش. دمرگان میشه متمم اولی، میشه متمم بی بپریم، متمم دومی، متمم سپریم میشه سی، علامت بینش اجتماع میشه. بعد باید یه بار کل اینو تو بی توضیح کنی، یه بار تو آ توضیح کنی، ادامه بدی. دیدی محمد حسین اصلا عقل سالم میگه این کار خوبی نیست. استاد این روش همیشه جواب میده؟ آره مهمان ما، اسمت هم مهمانه، همیشه جواب میده. الان میریم سراغ تستای کنکورش. خب بچه ها تست چهار، تست چهار شد یا نشد؟ اوکی نوکی به من بده. تست چهار، تست چهار شد یا نشد؟ شد یا نشد؟ جواب بده، جواب بده من ببینم. خب 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 خدا روش، خدا روش. خب بریم دوباره تستای این قسمتی. میخوای ببینی آقا همیشه جواب میده یا نه؟ من میگم همیشه جواب میده. بریم سراغ تستایی که این مدلیان، همه اینا رو حل کنیم، بعدم برمیگردیم همه رو میگیم. خب بریم اینجا. آخرین باری که بچه ها از اینجا سوال اومد کنکور 1400 بود. بچه ها صدا تصویر هست؟ صدا و تصویر هست؟ صدا و تصویر، صدا تصویر هست بچه ها؟ صدا تصویر هست؟ همه جواب منو بدیم ببینم کی هست. اوکیه؟ خب 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 ببخشید اتفاقای اسکایروم دیگه، اسکایروم کلن قطع شده بود، ما هم افتاده بودیم بیرون. خب بریم چی داشتیم میگفتیم؟ قرار بود تست 14 رو حل کنیم دیگه. بریم شروع کنیم تست 14 رو حل کنیم. ببین میگه اگر آ و ب دو مجموعه غیر تهی باشن، حاصل این مجموعه برابر کدام است؟ خب صورتش هم یه کوچولو ترسناک. سراسری 89 میگه کدام گزینه جواب است. ببین یک دو، دو تا مجموعه داری توی صورت سوال، یه آ دارم یه ب دارم، یه آ دارم یه ب دارم، این آ اینم ب، برای آ و ب هم فرضی نذاشته، پس این مدلی میکشم. حالا منطقه ها رو شماره بزن، یک دو سه چهار. خب
حالا من کل صورت سوال یه بار دیگه این پایین بنویسم. نگاه کن. میشه آ اجتماع آ اشتراک بی، بعدش متمم اشتراک بی اشتراک آ اجتماع بی منهای آ. خب نگاه کن، میخواییم بریم اینو دونه دونه پیدا کنیم. نگاه کن، آ الان شماره چند و چنده؟ دو و سه. آ اشتراکش با بی، مشترک آ و به چنده؟ شماره سه. خب آقا قرار دو سه رو اجتماع بگیرم با دو سه. بچه اجتماع یعنی چی؟ یعنی این دوتا رو بریز رو هم. خب دو و سه اجتماعش با دو سه میشه دو و سه دیگه، فرقی نمی کنه که. سه رو یه بار می نویسیم. بعدش گفته چیکارش کن؟ متممش کن. متمم این، متمم دو سه یعنی چی؟ هر چیزی به جز دو و سه میشه یک و چار. هر چیزی به جز دو سه میشه یک و چار. بریم اینجا، اشتراک آ با ب میشه سه، بی منهای آ. بچه ها بی منهای آ الان چنده؟ تو بگو ببینم بی منهای آ الان چنده؟ بی منهای آ الان چنده؟ شمارش باریکلا محمد، علی آفرین، باریکلا آفرین، دمت گرم. آقا بی منهای آ دستتو بذار رو آ، از ب چند میمونه؟ چهار. پس این هم میشه چهار. خب اجتماع سه با چهار میشه سه و چار. پس کل اولی شد یک و چار، کل دومی شد سه و چار. بعد میخوای اشتراک بگیری. خب اشتراک یک و چار با سه و چار میشه چار، مشترک میشه چار. حالا بچه ها چهار کجاست؟ چهار کجاست؟ اینها چهار بیه منهای آه. پس جواب شد بیه منهای آه. بیه منهای آه تو گزینه هام نیست، بی منهای آ تو گزینه هام نیست. برمیگردم به اون نکاتی که گفتم یاد بگیر. گفتیم در منها اگر متمم کردی جاشونو عوض کن، پس متمم کن جاشونم عوض کن، میشه آ پریم منهای ب پریم. جواب میشه گزینه اول، جواب میشه گزینه اول. اینم به کمک نمودار ون خیلی راحت و ساده حل میشه. خب بچه ها تست 14 اوکی اوکی به من بده. تست 14 قربونت محمد. اوکی اوکی به من بده 14 رو. شد یا نشد؟ همه جواب بدین. شد یا نشد؟ شد یا نشد؟ جواب بده، جواب بده. خیلی ساده شد، خدا رو شکر که ساده شد. خب خدا رو شکر، خدا رو شکر، خدا رو شکر. هر چی تسته ما همینجوری حل میکنیم، عالی حل میشه. خب بریم 15 رو تو حل کن، ببینم چیکار کردی، ببینم چیکار میکنی، یاد گرفتی یا نه. یه دقیقه بهت وقت میدم، یه دقیقه بهت وقت میدم، سختش هم دادم به تو. یه دقیقه بهت وقت میدم 15 رو حل کنی. خب یه دقیقه بهت وقت میدم 15 رو حل کنی. میگه اگر بی و سی دو مجموعه جدا از هم باشن، بی اجتماع سی زیر مجموعه آ باشه، مجموعه این برابر کدام است؟ یه دقیقه وقت داری این سوالو حل کنی. بدو محمد حسن، دقت کن، مبین، باریکلا، آفرین، آفرین، مبین، باریکلا. ذهنی، خب قاعدتا ذهنی حل کردی، نشد دیگه. خب کسی دیگه نظر داره حلش کنیم؟ حلش کنیم؟ خب بریم آقا حل کنیم، بریم ببینیم چی بوده که شما حل نکردی. ببین میگه اگر بی و سی دو مجموعه جدا از هم باشن، بی و سی جدا از هم باشن، پس وقتی میخوای بی و سی رو بکشی جدا بکش. پس آقا مثلا اگر این بی باشه اینم سی میشه، این بیه اینم سیه. حالا
بعدش گفته چی؟ اجتماع بی و سی با هم زیر مجموعه آی. یعنی چی؟ یعنی آقا اگه بی و سی رو بریزم رو هم، جفتشون با هم باید توی آ باشه. اجتماع این دوتا با هم، وقتی این دوتا رو میریزی رو هم، جفتشون باید با هم توی آ باشه. پس اجتماع این دوتا باید توی آ باشه، پس آ باید دور اینا باشه. این میشه نمودار من. خب حالا 1 2 3 4 دوباره بنویسیم. آ اشتراک بی، دلتا آ اشتراک سی. خب ببین، اشتراک آ با ب، آ کل اینه، بی این کوچولو است. خب اشتراک میشه کوچولو دیگه، میشه سه. آ اشتراکش با سی، آ میشه این، سی هم این کوچولو است، پس اشتراک میشه کوچولو، میشه 4، میشه 3 دلتا 4، 3 دلتا 4. خب بچه ها دلتا چی بود؟ دلتا چی بود؟ اجتماعشون منهای اشتراکشون. درسته؟ فرمول گفتم اونی که بیشتر استفاده میکنم اینه، اجتماعشون منهای اشتراکشون. خب بچه ها اجتماع 3 و 4، خب میشه 3 و 4 دیگه، منهای اشتراک 3 با 4، 3 و 4 اشتراک ندارن، میشه توهی. پس آقا شد 3 اجتماع 4 منهای توهی. خب توهی که چیزی نیست، پس کلن شد 3 اجتماع 4. حالا 3 رو نگاه کن، 3 تو شکل چیه بچه ها؟ بیه، اجتماعه. 4 تو شکل کدومه؟ سیه. پس شد بی اجتماع سی. جواب گزینه سوم. جواب گزینه سوم. این دلتا داشت یه کوچولو پیچیده تر بود، یکی دو تا شرط داشتیم که یه ذره سخت تر بشه. خب بچه ها 15 گرفتیم ماجرا رو. 15 فهمیدی چی شد؟ 15 فهمیدی چی شد؟ محمد حسین میگه خیلی آسون بود که. خب خدا رو شکر که آسونه. حل بچه ها کامل کامل کامل، همه جواب منو بدن. خب 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 خدا رو شکر، خدا رو شکر که ساده است. خب دیگه بریم دیگه، قولش اینه. تست 17 تست کنکور بوده، خارج 89. این تقریبا میشه گفت سخت‌تر از بقیه است. چرا؟ به خاطر این، نگاه کن، میگه متمم مجموعه این نسبت به مجموعه جهانی با کدام مجموعه برابر نمی باشد. برابر نمی باشد، یعنی آقا اگر اینو متمم کنی با کدوم گزینه برابر نمیشه. این راه کلیش که اصلا فاجعه است. اینو باید متمم کنی، بعد دمرگان اینا بری، بعد دونه دونه گزینه ها رو همه رو ساده کنی، ببینی کدوم به صورت سوال میرسه یا نمیرسه. این کلا راه کلیش هم اصلا راه باحالی نیست، طولانی میشه زیاد. خب ببین، چرا کلمه متمم رو فارسی نوشته؟ به نظر شعورش نمیرسید اینو دورش یه پرانتز بکشه، یه متمم بالا سرش بذاره. چرا؟ چرا فارسی نوشته؟ چون کلی از بچه ها سر کنکور کلمه متمم رو نمیبینن، میان همینو پیدا میکنن، متممش نمیکنن، اون وقت جواب میشه یه گزینه دیگه کلا. پس این مهمه. آقا چند تا مجموعه است؟ 1 2 3 سه تا مجموعه است. بچه ها برای همه گزینه ها بکشن؟ آقا یه دونه بکش برای همه، اصلا لازم نیستش که. پس کلا یه دونه ستاییه. نگاه کن ستایی سخته. 1 2 3 ستایی رو همیشه این مدلی میکشی، هم دوتا دوتا اشتراک دارن، هم ستایی اشتراک دارن. خب منطقه ها میشه 1 2 3 4 5 6 7 8. پس اگه ستایی فرض نداشته باشه، 8 منطقه مختلف شه که دیگه این تهشه. خب بریم صورت سوال. میگه چی کار کن؟ میگه سی اجتماع آپریم اجتماع بپریم رو متمم کن. خب بریم ببین، سی رو اگه بخوام بنویسم، سی میشه 3 و 4 و 7 و 8، 3 و 4 و 7 و 8. آپریم میشه چی بچه؟ آپریم میشه هر چیزی به جز آ. آ چیه؟ 2 و 3 و 4 و 5. آپریم میشه 1 و 6 و 7 و 8، 1 و 6 و 7 و 8. بپریم چی میشه؟ هر چیزی به جز به. به چیه بچه ها؟ 4 5 6 7. بپریم میشه هر چیزی به جز این، میشه 1 و 2 و 3 و 8. بعد گفته همه رو اجتماع بگیر، همه رو بریز رو هم. آقا بریزم رو هم چی دارم؟ 1 دارم 2 دارم 3 دارم 4 دارم 6 و 7 و 8 هم دارم.
بعد گفته تازه متممش کن. متمم همه این اونیه که نیست. هر چیزی به جز اینا چی نیست؟ پنج. پس صورت سوالت شد پنج. منظورش هم مجموعه جهانی چیه؟ هیچی، همون یو. منظورش اینه، مستطیله. چیز خاصی نی، اول فاز چیز عجیبی نی. نسبت به مجموعه جهانی میگه همه اینا در واقع توی مجموعه جهانی منه. اصلا نمیگفتم، مهم نه. منظورش اینه که این مستطیلی که دوره اینا کشیدی مجموعه مرجعه، چیز خاصی نی. خب پس صورت سوال شد پنج. حالا برم گزینه ها رو چک کنم دونه دونه. بچه ها گزینه اول گفته آ اشتراکش با بی، منهای آ اشتراکش با سی. خب آقا اشتراک آبابه ببینیم چی میشه. آقا باریکلا محمد هادی آفرین، درسته داداش. اشتراک آبابه رو ببین، جایی که آبابه مشترکن چیه؟ یه چهاره یه پنجه، چهار و پنج. اشتراک آباسی یه آ دارم یه سی دارم، مشترک کدومه؟ سه و چهار. خب از این شد سه و چهار. بینشون چیه بچه ها؟ منها. بینشون منهای. منها یعنی چی؟ یعنی مشترک ها رو از اولی خط بزن، هرچی از اولیمون بنویس. چهار و پنج با سه و چهار مشترک کدومه؟ چهار. چهار رو از اولی خط بزن. از اولی چی موند؟ پنج. پس گزینه اول با صورت سوال یکی شد. بریم گزینه دوم رو چک کنیم. گزینه دوم میگه آی منهای سی اجتماع بی منهای سی. خب بچه ها آی منهای سی چی میشه؟ آی منهای سی یعنی دست تو بذار روی سی. آقا اگه دستم رو بذارم روی سی از آ چند میمونه بچه ها؟ بگید ببینم میبینین؟ از آ چند میمونه؟ از آ چند میمونه؟ آفرین فاطمه، باریکالله، باریکالله. از آ آفرین. نه دو تنها نمیمونه علی، دو و پنج میمونه. از آ دو و پنج میمونه. آها علی دقت کن، از آ دو و پنج میمونه. خب بی منهای سی اگه دستمو بذارم روی سی از ب چی میمونه؟ پنج و شیش. خب میشه پنج و شیش. حالا گفته اینا رو اجتماع بگیر، یعنی بریز رو هم، میشه دو و پنج و شیش. بچه باید میشد پنج ولی شد دو و پنج و شیش، یعنی گزینه دوم با صورت سوالم برابر نیست. جواب میشه گزینه دوم. جواب ما میشه گزینه دوم دیگه. سه و چهار هم قاعدتا نمیشه، ولی کلن اگه میخواستی راه کلی بریم که پدرمون در میومد، ولی اگه نمودار بخوایم بریم قاعدتا حل کوتاه‌تری داره نسبت به راه کلی. توی سوالایی که میگه با کدام یک برابر است یا برابر نیست، شما مجبوری گزینه چک کنی. هر وقت بخوای گزینه چک کنی این مدلیه، همیشه طولانی تر از سوالای بقیه. بقیه رو بررسی نکنیم، نه دیگه، گفته کدوم یکی برابر نیست. باید میشد 5. وقتی این شده 2 و 5 و 6 خب با اون برابر نمیشه دیگه. بقیه رو نمیخواد چک کنی. ولی 3 و 4 رو برای اینکه تمرین کرده باشی خودتون به دست بیاری. سه و چهار هم جوابتون باید بشه پنج حتما. خب بچه ها تست 17 رو گرفتی؟ تست 17 رو گرفتی؟ اوکی نوکیشو به من بده. تست 17 اوکی نوکیشو به من بده. بدو همه، همه جواب بدن، همه جواب بدن. خب خب همه جواب بدن. باریکالله. خب زنده باشی محمد حسن، زنده باشی، لطف داری. خب بریم آقا، بریم یه کوچولو سخت‌ترش کنیم، بازم سختش کنیم. خب بازم سختش کنیم. خارج 90 سخت‌تر از قبلی هست. میگه اگر آ و ب دو مجموعه غیر توهی باشند، آ اشتراک ب پریم مساوی بی اشتراک آ پریم باشه. محمد حسن زنده باشی داداش، ان‌شاءالله تا آخرش هم اینجوری با هم خوب پیش میریم. اگر این دوتا با هم مساوی باشن آنگاه این مجموعه کدام است؟ این مجموعه کدام است؟ خب ببین گام اول، آقا فرض تو ساده کنم. ببین مگه اشتراک نداره؟ ما گفتیم اگر اشتراک رو به منها تبدیل کنیم بعدی متمم میشه. خب متمم متمم میشه خودش دیگه. اگه آپریم رو یه بار دیگه متمم کنیم میشه خوده، اگه بپریم رو یه بار دیگه متمم کنیم میشه خوده ب. پس من بنویسم کامل بفهمیم، آ اشتراک بپریم، بی اشتراک آپریم. الان نگاه کن، اولی سمت چپ میشه آ منهای بی، سمت راست میشه بی منهای آ. بچه ها آ منهای بی با بی منهای آ برابره. خب اوکی، میخوام بفهمی کامل اینو. ببین
من اگه یه نموداری براش بکشم میخوام خودت بگی ببینم میگیری این آ باشه اینم بی. 1 2 3 4 بچه ها آمنهای بی 2ه بی منهای آ 4ه خب میگه آمنهای بی با بی منهای آ 1ه یعنی 2 با 4 برابر 2 با 4 برابره بچه ها اگه 2 و 4 یکی بشن چه اتفاقی میفته به نظرتون آفرین فاطمه باریکلا دمت گرم آقا اگه 2 با 4 برابر باشه بقیه نظر بدن اگه آمنهای بی با بی منهای آ یکی بشه یعنی 2 و 4 یکی هست چی میشه آفرین محمد مهدی باریکلا دیگه کس دیگه نظر داره کس دیگه نظر داره اگه 2 با 4 یکی بشه چی میشه باریکلا 2 مجموعه برابر میشن چرا؟ ببین 3 که هیچی اگه 4 رو بخوای بندازی روی 2 2 با 4 یکیه دیگه یعنی 4 همون 2ه خب پس من 4 رو پاک میکنم 4 همون 2ه دیگه 4 رو پاک میکنم اینم پاک میشه اگه 4 همون 2 باشه کلن یه مجموعه میشه یعنی هم آ میشه این هم ب میشه این پس آقا آبابه یکی میشن آبابه یکی میشن وقتی 4 بیفته روی 2 آوبه یکی میشن خب آقا بریم حل کنیم این فرض من شد حالا فرض من چی شد پس اگه قرار نمودار ون بکشی یه دونه مجموعه بکش این مجموعه هم آ هم بیه این چون آوبه یکیه دیگه یه دونه بکش هم آ هم بیه میشه 1 و 2 خب تموم بریم گفته چی رو حساب کن آ دلتا بی منهای آ خب بچه ها آ چند شمارش 2ه بی چنده 2ه آ چنده 2ه شد 2 دلتا 2 منهای 2 خب دلتا رو بریم دلتا رو بریم صدا قطع و وصل میشه بچه ها خب فاطمه اینترنتت بالا پایین شده آره درست میشه خب ببین 2 دلتا 2 بچه ها دلتا چی بود؟ اجتماعشون منهای اشتراکشون درسته؟ اجتماعشون منهای اشتراکشون اجتماع 2 با 2 میشه 2 اشتراک 2 با 2 هم میشه 2 2 منهای 2 منها چی بود؟ مشترکا رو از اولی خط بزن هرچی از اولی موند بنویس آقا 2 با 2 مشترک خط بخوره از اولی چیزی باقی نمیمونه میشه توهی پس کل پرانتز من چی شد؟ شد توهی توهی منهای 2 بچه ها توهی منهای 2 چیزی ندارم که یه چیزی بخوام ازش کم کنم پس کلن میشه توهی جواب میشه گزینه اول یه کوچولو سخت‌تر بود چون فرضم باید میمدیم بحث میکردیم که چی میشه اینم از خارج 90 بچه ها تست 18 اوکی این اوکی بده تست 18 زنده باشی تست 18 تست 18 جواب بده همه بگن من خیالم راحت بشه حله خب خدا رو شکر پس اینم گرفتی خب آقا تست 19 رو یه دقیقه وقت داری خارج 91 فاطمه میگه استاد فرض تیکه اولش رو یه بار دیگه میگین آره فرض تیکه اولش رو یه بار دیگه میگم بذار من اینو بکشم این 4 بریم رو وال بچه ها بریم رو وال نگاه کن میگه اگر آ و ب دو مجموعه باشن آ اشتراک ب پریم مساوی بی اشتراک آ پریم باشن آنگاه این مجموعه کدام است ببین من چی گفتم بچه ها گفتم اگه اشتراک داشتی اگر اشتراک رو به منها تبدیل کنی بعدی متمم میشه پس میشه آ منهای متممه متمم میشه خودش پس متممه ب پریم میشه بی این برم بی اشتراک آ پریم میشه بی منهای متمم آ پریم میشه آ پس میشه آ منهای ب مساوی بی منهای آ درسته خب حالا نگاه کن من گفتم آقا نمودار بکش این بالا رو ببین یه آ کشیدم یه ب کشیدم 1 2 3 4 آ منهای ب 2 بود بی منهای آ 4 بود حالا وقتی من فهمیدم آ منهای ب با ب منهای آ یکیه یعنی 2 و 4 باید برابر باشن خب 2 و 4 باید برابر باشه ببین الان 3 که هیچ 2 3 که هیچی تو آن اگر شما بخوای این 4 رو بندازی روی 2 این 4 اگه بیفته روی 2 خب 3 که هیچی تو آ بود 2 هم که تو آ بود 4 رو اگه بندازی روی 2 چون با هم برابرن جفتشون میشن مجموعه آ
جفتشون میشن مجموعه آ، یعنی هم آ هم بی میشه همین. اوکی، پس شما اگه این چهاره رو بخوای بچرخونی بندازی این نمودار رو، از اینجا اگه بچرخونی بخوای بندازی روی این چهار، دقیقاً بیفته روی دو، این تیکه پاک میشه. اگه این تیکه پاک بشه فاطمه، اگر این تیکه پاک بشه چهار بیفته روی دو، این تیکه پاک میشه دیگه. اگر این تیکه پاک بشه چی میبینی؟ فقط یه آ میبینی، درسته؟ یعنی آ و ب یکی میشن، آ و ب یکی میشن. فاطمه فهمیدی دخترم؟ فاطمه جوکار فهمیدی؟ فرزو خب، خدا روش. خب بریم آقا، گفتم بریم این سوال خارج 91. یه دقیقه وقت داری تو بگی جوابو، یه دقیقه وقت داری جوابو تو بگی. گفته اگر آ و ب دو مجموعه غیر توهی باشن، آ اشتراک ب پریم، منهای بی منهای آ کدام است؟ بدو، یه دقیقه وقت داری، 30 ثانیه هم کافیه. حل کن، سریع جوابو بگو. محمد هادی، محمد دقت کن. فاطمه باری کلا، آفرین. باران آفرین. ابوالفضل دقت کن. باران آفرین، فاطمه آفرین، ماشاءالله دختر. سحر نه، سحر نه، باران باری کلا. دیگه نظر بدید بقیه، نظر بدید، من الان حل کنم خندت میگیره. فرزاد دقت کن. علی آفرین، علی باریکلا. محمد هادی آفرین. خب ماشاءالله آقا، جواب میشه گزینه 4، باریکلا بد. دقت کن، یه سریاتون منها رو اشتباه کردید که شده توهیا. معنی منها رو، اون جمله ها رو هی تکرار کن. ببین، اولا این که اشتراک رو اگه به منها تبدیل کنی میشه آ منهایه، متممه بفریم میشه بی منهایه، بی منهایه آ. خب حالا نگاه کن، آ منهای بی، دستتو بذار رو بی، از آ چی میمونه؟ خب دو، بی منهای آ میشه 4، دو منهای 4، دو منهای 4 وقتی مشترک ندارن چیزی از اولیه خط نمیخوره، جواب میشه خود اولی، جواب میشه دو. دو چیه؟ آ منهای بی، تموم شد. حالا اونایی که گفتن توهی احتمالاً اینجا درگیرن، میگه دو منهای 4 چون مشترک نداره میشه توهی. جمله منهای من چی بود بچه ها؟ مشترک ها رو از اولی خط بزن، هرچی از اولی موند بنویس. وقتی مشترک ندارن چیزی از اولی خط نمیخوره، میشه خود اولی، پس میشه خود دو. دو هم که آمنهای بیه دیگه، تموم شد گزینه 4. خب بچه ها، تست 19 رو گرفتین، شد یا نشد؟ تست 19 رو گرفتین، شد یا نشد؟ بگو، جواب بده، جواب بده، همه جواب بدن. خب 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 خب، خدا رو شکر، پس کسی مشکلی توی این نداره. خب بریم سوال 20، بریم سوال 20 بچه ها. تست 20 کنکور 99 اومده بود، فقط یه چیز دیگه میخواست، یعنی عدد رو عوض کرده بود. نگاه کن، میگه اگر از 51 دانش آموز یک دبیرستان 35 نفر در کلاس ادبیات، 31 نفر در کلاس عربی، 23 نفر در دو کلاس شرکت کرده باشند، چند نفر در هیچ کدام از دو کلاس شرکت نکردند؟ خب ببین، روش اول، روش دوم. روش اول اگه بخوایم بریم میشه آ اجتماع ب متمم، آ اجتماع ب متمم میشه اسمنهای آ اجتماعش با ب، ولش کن، اصلا کاری با اون نداریم. بچه ها تو سوالای عددی هم من میتونم بیام من نمودار ون استفاده کنم. خب یه تفاوت خیلی کوچولو داره، اونم اینه که در سوالای عددی، اونایی که عدد داده، اگر خواستی از نمودار ون استفاده کنی حتما از اشتراک شروع کن به حل، حتما از اشتراک شروع کن به حل. یعنی اول اگه اشتراکو داشتی بذار این وسط، بعد برو سراغ بقیه. اگه اشتراکو نداشتی اشتراکو بگیر ایکس،
بعد برو سراغ بقیه. مهم اینه که همیشه از اشتراک شروع کن. خب حالا میگه دبیرستان 51 دونه دانش آموز داره، پس کلا 51، 23 نفر در هر دوه، پس 23 تا این وسط بره. آقا آ رو بگیریم ادبیات، بی رو بگیریم عربی. خب حالا میگه کل ادبیات من 35 تا. بچه‌ها آفرین محمد. نه محمد یه کوچولو اختلاف داری. خب ببین کل ادبیات من باید بشه 35 تا. کل ادبیات من باید بشه 35 تا. وقتی 12 تا اینجا، چند تاش اینوره، چی بذارم که جمعشون بشه 35؟ 12 تا. آفرین عطر، باریکلا. بی رو ببین، عربی رو ببین. عربی چند تا؟ 31. پس کل بی 31. 23 تا این وسطه، چند تا اینجا بذارم که جمعشون بشه 31؟ 8 تا. اوکی. 8 با 23 میشه 31. حالا جمع کن. 12 و 8 20 با 23 43. کلن چند تا بود؟ 51. آفرین سحر. کلن چند تا بود؟ 51. 43 تا این وسطه، 51 منهای 43 میمونه 8 نفر. 8 نفر دیگه کجا هن؟ این تو که نیستن، پس بیرونن. بیرون یعنی چی؟ یعنی در هیچ کدام شرکت نکرد. جواب میشه گزینه 4. همه سوالای عددی هم با نمودار ون میشه حل کرد. فقط دقت کن به این، اگه اشتراکو داشتی اشتراکو بذار، بعد برو سراغ بقیه. اگه نداشتی اشتراکو میگیری x، بعد میری سراغ بقیه. تو این سوالا چند تا کلمه رو یادت باشه. اگر به شما گفتن یا یعنی اجتماع، اگر گفتن و یعنی اشتراک، اگر گفتن فقط یعنی منها. به این دقت کن، فقط یعنی منها. یعنی اگه الان من گفته بودن چند نفر فقط ادبیاتن، ادبیات آ بود دیگه، میشه آ منهای ب. فقط ادبیات میشه آ منهای ب. خب آ منهای ب اینجاست 12 تا. 12 تا فقط ادبیات، 8 تا فقط عربیان، 23 تا تو هر دو، 8 تا بیرون بقیه است. اینم از سوالای عددی. پس اگه سوال عددی هم داشتیم بازم نمودار ون جوابه. خب تست 20 کسی اشکال نداره؟ تست 20 اشکال نیست؟ این جزء سوالات کنکور آسون بود؟ آره دیگه، آره، کاری نداره. کنکور 99 نگاه کنی سوال 3 ریاضی بود، سوال 3 یا سوال 4. تو سوالای ریاضی تست 3 4 گلابیه دیگه، کاری نداره. شما تا کنکور 100 مدل مثل اینو میبینی. خب اینو کلا یه نمودار بکشی تو 15 ثانیه شاید کمتر حل کنی. خب بچه ها تست 20، تست 20 استاد قسمت عربی رو میشه توضیح بدید؟ کنکور ریاضی بود دخترم، کنکور ریاضی بود. قسمت عربی رو ببین، عربی بیه. خب 23 تا مگه وسط نی؟ گفته عربی باید بشه 31، یعنی کل بی باید بشه 31. وقتی 23 تا این وسط میذارم، اینجا چند تا بذارم که جمعشون بشه 31؟ این 23 8 تا میذارم که جمعشون بشه 31. فهمیدی ایلیا؟ 23 تا اینجاست، 8 تا هم میذارم اینجا که جمعشون میشه 31، یعنی کل عربی که 31. خب قربون تو. خب اینم از این. دیگه بریم سوال 22. بریم سوال 22. میگه اگر آ و ب دو مجموعه غیر تهی باشن با مجموعه مرجع جهانی یو، مجموعه آ پریم دلتای ب پریم برابر کدام است؟ خب خوب دقت کن. ببین اگر اون نکته‌ای که من تو درس گفتم یادت مونده باشه که خب اصلا حل نمی‌کنی. من چی گفتم؟ گفتم در منها دلتا زیر مجموعه، اگر متمم کردی جاشونو عوض کن. یعنی این با چی برابره؟ متمم کن جاشونو عوض کن، میشه بی دلتا آ. بی دلتا آ همون آ دلتا بی هم. خب پس اگر نکته من یادت باشه که خب هیچی دیگه سر جان، گفتم یه سریا رو الان حل نمی کنی، بعدن بر می گردیم. اون جبر مجموعه نیست که حل نکردم. پس این دوتا رو متمم کنیم جاشون عوض میشه، میشه بی دلتا آ. بی دلتا آ همون آ دلتا بیه، فرقی نمی کنه. و جواب میشه گزینه سه اگه نکته یادم باشه. ولی خب حالا یکی میگه آقا یادم رفته دیگه، حالا یه نکته است. اوکی بریم سراغ نمودار. یه مجموعه آ دارم، یه مجموعه بی دارم، میشه 1 2 3 4. به ما گفته آ پریم دلتا ب پریم. خب بریم
ببین آ پریم چی بود بچه ها؟ هر چیزی به جز آ. آ چیه؟ دو و سه. آ پریم میشه یک و چار. بی چیه؟ سه و چار. آ پریم میشه یک و دو. خب دلتاشون رو میخواییم حساب کنیم. دلتاشون چی بود بچه ها؟ دلتا میشه اجتماعشون منهای اشتراکشون. اجتماعشون منهای اشتراکشون. خب اجتماع یک و چهار با یک و دو میشه یک و دو و چهار منهای. اشتراک یک و چهار با یک و دو میشه یک. حالا مگه منهانی؟ منها یعنی مشترک و از اولی خط بزن. هرچی از اولی موند بنویس. مشترک یکه. از اولی خط بخوره میشه دو و چهار. حالا بچه ها دو کجا بود؟ آی منهای بی. اجتماع. چهار کجا بود؟ بی منهای. خب اولی منهای دومی اجتماع دومی منهای اولی. این فرمول چی بود؟ عادل تا بی. فرمول اصلی تفاضل متقارن بود. اولی منهای دومی اجتماع دومی منهای اولی که میشه آ دلتا بی. پس اگه میخواستم طبق نمودار ون هم حل کنم میتونستم به همون جواب برسم. اینم از سوال 22. بچه ها تست 22 شد یا نشد؟ تست 22 شد یا نشد؟ جواب بده. تست 22 جواب بده. جواب همه جواب بدن. همه جواب بدن. همه جواب بدن. خب محمد حسین میگه نشد. نفهمیدی محمد؟ خب یه بار دیگه میگم. یه بار دیگه میگم. بیا رو وال محمد. بیا روی وال. ببین. میگه که اگر آ و ب دو مجموعه باشن مجموعه جهانیم یو باشه که اصلا مهم نی. آ پریم دلتا ب پریم کدام است؟ ببین محمد. اولا من تو درس نکته گفتم تو قوانین. گفتم منها دلتا زیر مجموعه. اگه متمم کنی جاشون عوض میشه. متمم آ پریم میشه آ، متمم ب پریم میشه بی، جاشون عوض شد شد بی دلتا آ. دلتا خاصیت جابجایی داره. پس همون آ دلتا بی. خب ولی گفتم ولش کنی یادت رفته دیگه بلد نیستی. نمودار بکش 1 2 3 4. آ پریم دلتا ب پریم. آ پریم یعنی چی؟ هر چیزی به جز آ. آقا هر چیزی به جز آ، آ چی الان؟ 2 و 3. پس آ پریم میشه 1 و 4. یک و چهار. بپریم میشه هر چیزی به جز به. به چیه؟ سه و چهار. پس بپریم میشه بقیهش یک و دو. ها؟ یک و دو. پس میشه یک و دو. اینا ها. بعد دلتایه. خب ابوالفضل میگه فرمول دلتا توی بالا پایین چرا فرق میکنه؟ ابوالفضل داداش دو تا فرمول بود. دو تا فرمول بود. یکی آمنهای بی اولی منهای دومی اجتماع منهای دومی منهای اولی بود. یکی این بود. یکی اجتماعشون منهای اشتراکشون بود. دلتا ابوالفضل دو تا فرمول داشت. دلتا دو تا فرمول داشت. خب پس شد یک و چهار دلتا یک و دو. حالا میگیم دلتا میشه اجتماعشون منهای اشتراکشون. یک و چهار اجتماع یک و دو میشه یک و دو و چهار اینها منهای. یک و چهار اشتراکش با یک و دو میشه یک. قبوله؟ خب حالا منها مگه نیست محمد؟ محمد حسین منها مگه نی؟ منها مگه نگفتیم مشترک و از اولی خط بزن هرچی از اولی موند بنویس؟ مشترک یکه. یک و از اولی خط بزنی از اولی میمونه دو و چار. دو و چار. حالا دو کجاست؟ اینجا. اینجا چی بود؟ مگه آ منهای بی نبود؟ چار کجاست؟ اینجا. اینجا چی بود؟ بی منهای آ بود. پس دو و چهار دو شد آ منهای به اجتماع. چار شد بی منهای آ. خب اولی منهای دومی اجتماع دومی منهای اولی فرمول اصلی دلتاه. اولی منهای دومی اجتماع دومی منهای اولی فرمول اصلی دلتاه میشه آ دلتا بی. محمد حسین فهمیدی؟ محمد حسین داداش گرفتی؟ محمد حسین خب خدا رو شکر. خدا رو شکر. خب بریم 23. بچه ها 23 خارج 85 میخوام تو حل کنی. یه دقیقه وقت داری سوال 23 رو حل کنی. یک دقیقه وقت داری سوال 23 رو حل کنی. محمد آفرین محمد باریکلا محمد. آقا 23 رو یک دقیقه وقت دارید همه تون حل کنید. بدوید بدوید. محمد هادی آفرین.
همه حل کنن ها، چرت نزنین. حل کن ببینیم چی کار میکنی. مهم اینه سر کلاس وقت بذاری، سر کلاس یاد بگیری، سر کلاس حل کنی، سر کلاس بفهمی. خونه فقط برای تمرین کردنه. خونه چیزی یا قراره یاد بگیری یا فقط دوره میکنی. آفرین محمد حسن، باریکالله. هستی آفرین، ماشاءالله. خب دیگه همه گرفتید مثل این که ماجرا رو دیگه، خدا رو شکر. محمد حسن میگه اینم ذهنی بود. بابا دمت گرم که اینو ذهنی میری. فاطمه باریکالله، آفرین دخترم، عالی 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 عالی. خب دیگه کس دیگه هم حل کرد؟ تا دلت بخواد تو هندسه گسسته راه‌های اینجوری داریم که سوالامون راحت میشه. حالا ایشالا تو هندسه هم میبینی، همون هندسه 10 و 11 که میگن سخته. خب باریکالله آقا، اونایی که حل کردن جواب میشه گزینه دوم. آفرین، جواب میشه گزینه دوم. ببین میگه اگه بپریم زیر مجموعه آپریم باشه، این مجموعه برابر کدام است؟ خب آقا بپریم زیر مجموعه آپریم، ما گفتیم در منها، در دلتا، در زیر مجموعه. اگه متمم کردی جاشونو عوض کن. پس من اگه بخوام اینو متمم کنم جاشون عوض میشه، میشه آ آ زیر مجموعه بی. پس اگه قرار نمودار بکشی باید طبق این بکشی، باید آ زیر مجموعه بی باشه، باید آ توی بی باشه. یعنی اگر این بیه، آ میره توی این قرار میگیره. خب حالا بچه ها منطقه ها چی هن؟ 1 2 3. خب من دوباره صورت رو بنویسم. آ دلتا بی اجتماعه، آ اشتراکش با بی. خب نگاه کن، اشتراک آ با بی، این بیه اینم آ، آ کوچیکتر است دیگه، پس اشتراک همیشه کوچیک است، میشه 3. آ شماره 3. بچه ها بی شماره چنده؟ بی رو ببینید، بی اینه، توی بی چی داری؟ 2 داری، 3 داری، پس میشه 2 و 3. خب این پرانتز دوم که چی؟ پرانتز اول تکلیفش رو روشن کن. میخوام دلتاش رو حساب کنم. دلتاش چی بود؟ اجتماعشون منهای اشتراکشون، درسته؟ دلتا رو پایین نوشتم، اجتماعشون منهای اشتراکشون. اجتماعشون میشه چی بچه ها؟ 2 و 3 با 3. 2 و 3. 3 اشتراکش با 2 و 3 میشه 3. حالا 2 و 3 منهای 3. آقا 2 و 3 منهای 3، منها یعنی مشترکا رو از اولی خط بزن، هرچی از اولی موند بنویس، پس شد 2. پس بچه ها کل این پرانتز شد 2 اجتماع، کل پرانتز دوم شد 3. حالا نگاه کن شکلو اینها، 2 و 3 با هم میشه بی. اینجا رو اصلا ببین، 2 و 3 زیر چی بود؟ زیر بی بود. جواب میشه بی. جواب میشه گزینه دوم، مجموعه بی. خب بچه ها تست 23 اوکی اوکی به من بدین. خدا رو شاید دیگه گرفتی دیگه ماجرا رو. اوکی اوکی به من بده ببینم فهمیدن همه. همه فهمیدن؟ جواب منو بده، جواب منو بده. یاس میگه من نفهمیدم. خب یاس بیا این بر. محمد حسین روحی نشد. خب بیا اینجا، بریم رو وال. نگاه کن، میگه که اگر بپریم زیر مجموعه آپریم باشه، مجموعه آ دلتا بی اجتماع آ اشتراکش با بی برابر کدام است؟ خب ببین، کیا نفهمیده بودن؟ محمد حسین نگرفت و یکی از بچه‌های دیگه، یاس هم نگرفت. گوش کن ببین، یکی از نکات مگه این نبود وقتی بپریم زیر مجموعه آپریمه، ما گفتیم در زیر مجموعه اگه متمم کنی جاهاشون عوض میشه. متمم بپریم میشه بی، متمم آپریم میشه آ، جاشون رو عوض کن میشه آ زیر مجموعه بی. خب طبق این فرض باید نمودار بکشی دیگه، یعنی باید چیکار کنی؟ آ رو زیر مجموعه بی بکشی، یعنی آ رو توی بی بکش. پس اگه این بیه، آ میره توی بی، آ توی بیه. حالا منطقه رو شماره گذاشتم، هر جا که دلت میخواد 1 2 3. خب ببین، آ دلتا بی، آ الان شماره چنده؟ نگاه کنید این کوچولو، 3. اینا 3. بی شماره چنده؟ ببین یاس، ببین محمد حسین، اینا ببین، این بی منه. بی چی داره؟ 2 داره، 3 داره دیگه، اینا 2 و 3. پس کل بی من میشه 2 و 3. آقا 2 و 3
اشتراک میخوای بگیری، مشترک بگیر، مشترک بی با آ چی میشه؟ خب میشه آ دیگه، میشه سه، درسته؟ پس نوشتم سه. این که هیچ، میخوام دلتا بگیرم بین این دوتا. دلتا دوتا فرمول داشت بچه، یکی بود اولی منهای دومی اجتماع دومی منهای اولی، یه فرمول دیگه چی بود؟ اجتماعشون منهای اشتراکشون. خب پس دلتا میشه اجتماع این دوتا منهای اشتراک این دوتا، درسته؟ خب حالا سه اجتماعش با دو سه میشه دو سه دیگه، مشترک رو یه بار باید بنویسی دیگه. سه اشتراکش با دو سه، خب سه مشترک میشه سه. دو و سه منهای سه. منها چی بود؟ مشترک ها رو از اولی خط بزن، هرچی از اولی موند بنویس. سه مشترکه، از اولی خط بزنم از اولی میمونه دو. پس کل پرانتز اول شد دو، کل پرانتز دوم شد سه، میشه دو اجتماع سه. خب یعنی دو و سه رو با هم بگیر. ببین من میگم این سه، اینم دو، جفت اینا رو بریزم رو هم میشه کل این بیه دیگه. پس دو اجتماعش با سه میشه مجموعه بی. یاس و و و و محمد حسین شد یا نشد؟ حله یاس، یاس گرفتی؟ یاس قربونت. یاس پسری یا دختری؟ اسم چیه؟ خب یاس قربان، پسر یاس. آهان اون یاس، ببخشید معذرت میخوام، گفتم شاید مثلا یاسمنی گفتی الان مثلا پروفایل گذاشتی یاس، من معذرت میخوام. خب آقا آره، این تست 24 تمرینت برای هفته بعد. اول هفته بعد انشالله تشریف آوردین. این سوال تعلیفی خودمه، سعی کردم تا جایی که میشه سخت بشه، طولانی بشه. این سوال تست 24 تعلیف خودمه، گفته کدام یک صحیحی، یه نمودار ستایی بکشید بچه ها، سمت راست و سمت چپ رو به دست بیارید ببینید کدوم گزینه سمت راستش با سمت چپش برابر نمیشه. پس اینم آخرین تمرین از جبر مجموع ها. انشاءالله هفته بعد که اومدیم خدمتت 24 رو حل میکنیم، بعد برمیگردیم دیگه نمودار ون و همه اینا رو بستیم، برمیگردیم از اول مجموعه ها، با هم دیگه پیش میریم. از هفته آینده هم انشاءالله، امروز چون جلسه اول بود بیشتر آشنایی بود، قرار بود تا 3:30 باشه، حالا یه 10 دقیقه این ور اون ور بود، انشاءالله هفته بعد تا 4:30 در خدمتت هستیم. زنده باشید بچه ها. امروز کلاس چطور بود؟ من ببینم نظرت چیه. امروز کلاس چطور بود؟ امروز کلاس، همه نظرتونو بگین، همه نظرتونو بگین، همه نظرتونو بگین. خوب 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 خوب، زنده باشین، سلامت باشین، سلامت باشین، قربان شما. خوب زنده باشید، همه که خسته نباشید، ایشالله هفته بعد خودتون عالی بودین. زنده باشین، سلامت باشین ملیکا جان، عالی. یاس عالی، زنده باشین، مراقب خودتون باشین، هفته بعد انشالله در خدمتون هستیم. یا علی مدد، خداحافظ دلم.